ای از همه کس با من آوار خودی تر، ای از همه کس با من آوار خودی تر، ای خوب تر از خوب من و از همه بهتر. من جز تو و عشق تو کس و کار ندارم، با هیچ کسی جز تو خدای دل خود کار ندارم. دریاب مرا، دریاب مرا، مرحمتی کن به من و یک دفعه بیدار کن از خواب مرا. دستم تو بگیر، خستمه، بیرون بکش از آب مرا. دستم تو بگیر، خستمه، بیرون بکش از آب مرا. فریاد بزن، زیر دل آواز بزن، خسته شدی؟ خط بزن از رسم قفس، پر بده آزاد مرا. تو بانی آزادی من باش و تو آزاد کن، آزاد مرا. دریاب مرا. سلام و درود خداوند به همه دل نزدیکان خداجو به خدای احساسات و عشقشون، به همه تون مبارک. ماه مبارک به خود و به خدا نزدیک شدن، ماه بیداری وجدان، ماه اخلاق، مروت، معرفت، داد و دهش، ماه ایثار، ماه عشق، عشق به ماه مبارک رمضان. این عشق ایرانی که یه همسایه بغل خونه اگر تو روزه هستی نباید گرسنه باشه، این فرهنگ زیبا رو در فرهنگ ملی ما یک ماه مبارک، ماه دیدار خدا، دیدار ماه، رؤیت یک اتفاق سال به سال و همه چیز انسانی، همه چیز خدایی، هیچ راهی به جز این در فرهنگ ملی من و شما وجود نداره که فقط راه انسانی، راه خدایی. وقتی راه انسانی خداییه، وقتی خدایی مادریه، وقتی مادریه وجدانیه، شرفیه، میهنیه، زادگاهیه. حال در این روزهای روحانی مبارک همتون بشه که روزه گرفتید، یادتون باشه گرسنه نگان میهنتون چه میکشن. یادمون نره مردم گرفتار اینجا چه روزگاری دارن. اونایی که نمایش میدن، اونایی که به اسم دین مجال پیش آوردن، به اسم زبان روزه و ایناش دروغ و شیادیه بخورده پیرامونیانشون بدن، باید بدونن میتونین بکنین، ولی تاوان داره. من قول بهتون میدم تاوانش رو میدید. یعنی به گونه ی آدم این تاوان رو میپردازه که عزیزترین کسی که تو وجودش، یعنی سر نخ عشقش به وجود بنده، اونو ازش میگیره، اونو میگیره به دلها رو پس دادن تاوان و عجز و لابه و همه پول دنیا تو بدی اصلا دیگه فایده نداره. اینجاست از دست بدی، همینجا همون دست رو پس میگیری. اگر جز به معرفت، اگر جز به وجدان، جز به اون چی که خودت باور داری، بی خدایی خودش یه نوع خداست. هر جا که شما ناتوانی خداست، در اوج توانمندی هم خداست. به خدایی که در این نزدیکیست، لای این شب بوهاست، اون جایی که سهراب سپهری ما رفت. حال این لحظات عرفانی روحانی حقشه برای احترام به افکار عمومی. ما پیش از اینا آدم هایی بودیم که به باورهای دینی و باورهای ملیمون آنچنان دلبستگی داشتیم که تا اینجا آوردیمش. یک نظامی مثل نظام جمهوری اسلامی شکست میخوره، یه سر روزخونه بی غیرت، بی وجدان، بی خدای، دروغگوی، شیاد،
روزه میگیره، همه میرن نماز میخونن اینجاهاشون، همه سیاه میشه اینا اینجاهاشون رو نگاه کنه اکثر این شیادا رو ببینید. اینا چه سلخیتی میتونن با خدا داشته باشن؟ هیچی. وقتی با خدا سلخیت نداری، در اون جایگاهی که نشستی، اونجا خیلی جای سختیه. میشه رفت، نردبام این جهان ما با منیست، عاقبت این نردبام افتادنیست. لاجرم هر کس که بالاتر نشست، استخوانش سختتر خواهد شکست. چه مسئولیت بزرگیه، چه مسئولیت بزرگیه که تو بدونی آگاهانه یه کار رو بکنی که پیرامونیانت بدونن و تو که این ور وایستادی سکوت بکنی. این مسئولیت خیلی گنده. من نمیدونم اسمشو چی میذاریم، وجدان، اخلاق، شهامت، بیغیرتی، هر چی میخوایم بگین. من نمیدونم چی میگیم. شما که ما که میدونیم که یز طولایی داریم برای این قصه و داستان رو یا تو خزینه میگیم آقا گرد خاک نکن، چون میخوام بهانه بگیریم، دنبال بهانه ایم. حالا چه اشکاری داره؟ حالا هم میتونیم این کار رو باز هم ادامه بدیم، ولی ما در یک بزنگاهی داریم زندگی میکنیم، در یک شرایطی داریم زندگی میکنیم که موضوعات برقاسا بیوقفه از بغل ما عبور میکنه، تراوت رو از دست میدیم. امروز با دوستی بودم، یکی از دوستان از اورنج کانتی که حالا آمده اینجا، مجید، با هم صحبت میکردیم. هر وقت با هم صحبت میکنیم یک جاهای نگاه های مشترکی داریم، یک جاهای نه، برای اینکه شاید به دلیلی که من در اون جایگاه نیستم که به قابلیت تکامل رو داشته باشم. چون من قابلیت تکامل ندارم، ذوب در هیچکی نمیشم. یعنی یه چیز خاصی رو قبول ندارم، اون یک عدد و بغل همه اعداد برای ماندگاری میهنم قبول دارم. حتی یک نگاه ایدئولوژیک رو، چقدر زیباست که نگاه های ایدئولوژیک رو دوباره پالایش کنیم، بروز کنیم. میشه با همون نگاه، در واقع با اون تصورات ایدئولوژی به موضوعات برخورد کرد، میشه کرد، ولی خردمندانش اینه که دوبار نگاه کنیم اونچه که عملی است، تحقق پذیره رو انجام بدیم، نه اونچه که فلسفی است. اونچه که فلسفی است زیباست، شهادت، شهامت، شرف، این کارو کردیم، اون کارو کردیم، قسم خوردیم، نمیدونم، تصمیم گرفتیم این کارو بکنیم، تصمیم گرفتیم اون کارو بکنیم، زیباست. رهبری این تفکر، بچه های شورای ملی مقاومت، بچه های مجاهدین تفکر خاصی دارن، ولی بچه های به نظر من یه قدم از جامعه خودشون اونجایی که زندگی میکنن جلوتر حرکت میکنن، حتی اگر ما بگیم غلط، ولی از جهت اون در واقع اون نگاه و اون مسیر راهبردی تنظیم رابطش با اون چه که انجام میده و در فکرش هست از بقیه خیلی جلوترن. چرا؟ برای اینکه نشون دادن جمهوری اسلامی میلیون ها دلار خرج کرد، پشت، بعد، بیرا، هر چی، خودشون هم کارهای اشتباه در سطح رهبری انجام شد، خیلی از چیزهای دیگه اشتباه بوده. آدمی که اشتباه نمیکنه اصلا آدم نیست، فقط بزغاله اشتباه نمیکنه. انسان انسانی که اشتباه بکنه و میتونه هر آن اشتباه بکنه، ولی شما اگر یه اشتباه بکنی، تند بخوره به تن من، یه لگد بزنی به من، یه پای من رو لگد کنی، نه نمیدونم، یک کاری بکنی که حتی من دادم در بیاد، اشکال نداره. من یا میتونم بگم معذرت میخوام، یا میتونم بگم معذرت نمیخوام، یا میتونم پوش بدم، یا میتونم هر کاری رو بکنم. این یک عکس العملی فردی در مقابل یک چیزی. میتونی گذشت کنی، میتونی بگی معذرت میخوام، اشتباه کردم، هر چی میتونی بگی، ولی یک چیزایی تو دیگه نمیتونی بگی. تو پای تاریخ رو لگد کردی، نمیتونی بگی معذرت میخوام. باید بیاموزی که اون دیگه تکرار نشه. اگر اون دیگه تکرار نشه، در واقع مسیر تکاملی تغییرات اساسی در بنیان یک تفکر رو میشه احساس کرد. بچه جای باشکوهیه در واقع. این
هنجار شکنی های به جای خردمندانه و خردورزانه. هر کس تو تاریخ ما این کار رو کرده می‌بینیم که چگونه چه تغییرات عظمایی داشته. حالا هر کدوم اینا در جای خودشون برای خودشون یه سازمان مجاهدینه. عراق، امریکا، دنیا، سازمان ملل، زمین و زمان هر کاری تونستن برای این بچه های میانه ما کردن. اصلا اینا رو ول کنیم، 4000 تا 5000 تا تو عراق هم اصلا همشون رو هم 500000 تا 1,000,000 نفر. این یه فرهنگ ملیه که شما وقتی بچه مسلمانی، بچه هیئتی، بچه پایین شهری، یا علید مثلا، یا علیت نمیدونم نوکرت هم چاکرت هم از دل و جون میگی، نوکرش نیستی چاکرش نیستی، ولی احساسات هم اون وضعیت رو داری، پای خیلی چیزا پای میستی. این اسمش ارزش های ملی ماست. این ارزش های ملی وقتی به زدهش تبدیل میشه، میشه این وضعیتی که هست. اونجایی که عبور میکنه برای نگهداری خودش، هر چیزی رو توجیه میکنه که خودش بمونه. اینو بهش میگم یک تفکر متحجر جنایتکار، جنایت پیشه‌ای که باید باهاش مقابله کرد و کاربرد چیکار میکرد. حال در این شرایط ما نیروهایی داریم اینگونه که جهان میشناسنشون، جهان روشون سرمایه گذاری کرده. مردم این چیزایی که میبینیم از این تلویزیون میبینیم و میشنویم، این لاتو ول کنید. من بهتون قول دادم همه رو بهتون نشون میدم، ببینید چه اتفاقی افتاده سر من و شما. رو من و شمایی که سیریم، خیلی از شماها بچه هاتون توی رخت خوابشون ممکنه استفراغم بکنن از روی سیری، ولی بچه های میهن من دروز میکره شام و نهارم نخورن. اما با تمام این حرف ها مشکل بزرگ ملت ایران رو در خارج از کشور کردین تخم مرغ و مرغ. این تبلیغات تلویزیون جمهوری اسلامی برای فرافکنی، سرگرم کردن ما، اینها اسمش جامعه از تو دست. این شلطان های تلویزیونی هم مسئول ها میشن. یک بخش هستن از بچه های میانه ما کار سیاسی میکنن، مثل شاهزاده رضا پهلوی کار سیاسی میکنه، با دولت مردان جهان ارتباط داره، خودش رو با جهان نزدیک میکنه، مصاحبه میکنه، گفتگو میکنه، مشق دا نوشتم غلط نداره. اینجا نشستیم روی سیری و پیری و بیکاری قارقار میکنیم، حرفای مفت میزنیم، میخوایم مردم ترور شخصیت بکنیم. اصلا نمیفهمیم چی به کیه، چی به چیه. اون یکی بهش میگه چند سالته، میگه 33 سالته. 33 سالمه، 33 سال قبل انقلاب شده، رضا پهلوی اصلا بچه بوده اون موقع، 27-28 ساله بوده. اصلا تو حق نداری بدونی بخوای برخورد غیر از برخورد ملی بکنی. اینی که اینو باید دارین ترور شخصیت بکنین، فکر بکنین حالا هر کس یه چیزی پشتش خوابیده. مردم، من گفتم که میخوام با تمام دوستان در این ارتباط صحبت بکنم. بچه هایی که وسیله ارتباطی دارن، دو جوره وسیله ارتباطی داریم، دو گانه، یعنی دو فرم و انواع و اقسام مختلف. این دو فرم، یه فرم اونایی هستن که به داخل ایران میرن، یعنی کارهای به اسم سیاسی، حتی به نظر من ضد ارزشی میکنن. اتفاق سیاسی که میفته حضور مردم سیاسی است در یک برنامه. مردم حضورشون، نه تولید اندیشه سیاسی، خبر سیاسی خون، نه تحلیل کردن این اومد اونو خورد، اون برد، اون موشک زد، این گوله زد، ما اینو خریدیم اونو فروختیم. اینا همش درسته، عالیه، بسیارم زیباست. اینقدر به اندازه کافی خبرگزاری جهان خود ایران رو تبلیغ میکنن که اوه بیا ببین. حالا باید ما چه کار بکنیم؟ ما باید نیروهای سیاسی اکتیو برای حضور در همه جا داشته باشیم. چی رو داریم؟ یه نفر رو داریم که پول داشته، نه بیژن خود بیاموز بوده، یه سری شارلاتان و عریضه همی قاسمی دار دسته آل کاپونا، اون یکی ساعت گرفته، اون یکی کچبا گرفته، اون یکی دیدیم که چه افاده هایی میمدن. همین مسخره ها، همین ها یادشون رفت در حضور شما مردم چه جلون دور بینا، چه چابسی هایی میکردن. حتی برای نمیدونم، برای احترام به خودشون هم یادش نمیفتن. اگرم یادش بیفتن نمیخوان یاد این حرفا دیگه بیفتن، چون دیگه اون پوله نیست، این منافع، این همه هر چی خودشون میبست. ما با فلانی عکس گرفتیم، ما با هم دیگه رفتیم اونجوری کردیم. چیکار کردی؟ تو هم یه آدم عقب افتاده، مثل من، مثل بقیه ما هایی که عقب افتادیم.
شرف داشتی بری وایسی اونجا بگی بیژن تو امکان داری، چقدر من خودم تلویزیون گفتم، چندین بار گفتم تو امکان داری، خدا ببینم لطف کرده، همه امریکا همه جهان میشناسنت، این همه امکانات مالی داری، اره جمهور و شهردار و انگام مؤثری که میتونی تو ببری شهردار این بر اون بر بکنی، حضورت میتونه کار انجام بده. بیا بیژن پایزاد تا زنده هستی یه کاری بکن، بیا برو از اینا یه زمینی یه چیزی یا رئیس جمهوری شهرداری فرمانداری بگیر به اسم خانه ایرانیان، بذار توش فارسی درس بزن برای بچه های دهه های آینده، نسل های آینده میهن من و شما، بذار توش کارهای خیریه انجام بشه، بذار توش همون بچه های هنرمنده که عشق میکردی خواننده ماننده ها رو باشون عکس بگیری، اونا عشق میکردن که با شما رفیقن، حتی دور بر خود من یه بار شاهرخ انتقاب تهران گفت رو استیج گفت برادر عزیز من بیژن پاکزاد اینجاست، اومد پایین شهرواری کنیم با البته شاهرخ بود داعش ما این با هم حرف بزنیم، گفتم برادر عزیزت کم تعریف کردی ازش، خب اونجا که میرسه میشه برادر عزیز، احترام و عزت و اینام خوبه، ولی یک چیز دیگه است، اون محیط هر کی میخواد بگه آقا با اون آدمه ارتباط نزدیکتریه، چقدر خوبه، چقدر خوبه آدم به یک جایی برسه خدا بهش لطفی بکنه که برای تنبیه آدمای پیرامونش اونا رو نبینه، خیلی خوبه نیست؟ حال بیژن در یک جایگاه دلپذیری بود، این شاید من رفتم یک کاری بکنم این اتفاق بیفته، خود مردم جامعه این همه بچه با شرف و با شعور و باهوش و موفق داریم، بچه های وکیل اما با اقسام تخصص ها برای انجام یک کار پروسه ملی، نه اینکه بیان حال دکونمون رو خواستن حراج کنن ورزنی افچه بزنیم نمیدونم خانه جهان ایرانیان در تاریخ پران جفنگی هاست چیه دکونه دیگه باز کنیم که میخواد کاسه ای بکنم، تو لازم نی میخواد کاسه ای بکنه آقا یه جواب کلی یه دکه ایه هر کم میتونی بیاد توش برنامه بذاره، خب بگم خوبه مگه بقیه کاباره مگه بده مگه سالنای دیگه بدن، حالا این چیزایی که قاطی این چیزا میشه آدم احساسی و وجدانی نمیتونه آخه هیچی هم نگه، اگر بیژن چنین کار رو کرده بود شما بکنید تا جهان جهان بود در فرهنگ ملی ما، مثل اینکه میگم مسجد حاج ابوالفتح نمیدونم سقاخونه اسمال طلایی آب انبار بابا نوروز علی، مگه شما دیدین اینا رو؟ مگه ما میدونیم مثل این که یه اسمه اون فعلی که انجام داده در فرهنگ ملی ما ارزش مده، پر از این آدم های شرف، آیا حق و لیاقت این مردم نبود بیژن این کارو میکرد و استعدادش هم داشت؟ شالتان ها نمیذاشن حتی گوش کنه بیژن این حرف رو، این نمیدونم ترور شخصیت میکردن اصلا یه کاری میکردن چون میدونن اینا خب نمیدونن کی به کی دیگه، اکثر این برای بچه های داره برای من که دیدین که دروغ میگن از راست بهتر شهید ها، حالا اینا هم خودشون رو میفریبن هم مردم رو هم به زیان خودشون هم به زیان مردم، چون کارشون غلطه تاوان میدن، یعنی اصلا دیگه از این دراماتیک تر دیگه نیشه که اتفاق افتاد و کمال تأسف اکاش بیژن همیشه زنده بود، حتی اینایی هم که من میگم من در زنده بودنش هم گفتم ده ها بارم گفتم در ده ها تلویزیون هم گفتم در رابطه برخوردی هم هر جا هم بود از این احساسات ما خودش میفهمید، به خاطر این اونچه که درست بود رو من اون موقع گفتم و اونچه که درست هست رو امروز باز میگم، ای کاش این گونه بود، ولی چون امیر قاسم دار دسته شاید پادای وزارت اطلاعات و این تلویزیون که هست، آقا ما یه سوال ملی داریم از شماها، اشکالی داره؟ اگر راست میگی میگه برای آزادی من میخوای مبارزه بکنی، اگر میگه اینا که میگه کار نمیدونم آزادی خواهناست و انسانی و ما اینیم و ما اونیم، آقا اعمار بذارید برای ملت ایران که در ماه شما چقدر درآمدتونه، چقدر باید بپردازید، اگه شرفشو داشتید یه ما بکنید، برای اینکه سامتین رانگ اونور یه چیزی این وسط هست، چیه اون یک چیزی رو ما بازش میکنیم و بازش کردیم در این برنامه، من نمیدونم الان اردشیر داره برنامه من رو میبینه، ای کاش اردشیر الان برنامه من رو میدید، شماره این استودیو رو میگرفت میمد روی خط، حالا که اینجوری شد ببینید من دیروز نیامدم، بعضی از برنامه های گذشتم رو ترجیح میدم
بازپخش بشه. چرا؟ برای اینکه به سرنوشت افکار عمومی، اداره این جامعه، بیداری ذهن مردم، حمایت از جای درست، کمک به آدم های درست، کار انسانی کردن بیشتر، اصلا کار سیاسی کردن کمک میکنه به این چیزا، چون کمک میکنه و خدا هم وسیله هاشو درست میکنه. از این بابت ماجراهایی که توی برنامه من گذشت از دکتر حسن عباسی، معروف به حسن عباسی، سیاوش اوستا، دیوود اوستا، نمیدونم عباسی دیگه، هرچی، همون دکتر عباسی که با خود من صدها بار گفتگو کرده و در یوتیوب هست. حالا این یک چیزایی از روی یوتیوب رفته، همون کلیپ هایی قبلا بود این رو فیلم برداری کرده، بعد زیرش نوشته مسعود امینی میگوید، من در مسعود امینی نوشته، مسعود امینی من گفتم من دست های سیاوش اوستا رو میبوسم، سیاوش اوستا استاد من هست. من اگر اون موقع به احترام میذاشتم فریب عشق ایرانم رو خورده بودم، فریب ایران، ایران رو گذاشته بود جلو خورده بودم. همین وقتی از اوستا میگفتی، از ایران میگفتی، وقتی می دیدم به ظاهر چه چهره پردازی می کردی برای فریب ذهنیت من، امروز که فکر می کنم، امروز که فکر می کنم اون نوشته ها که زیر همه نوشته ها روی تمام گفتگوها می نوشتی مسعود امینی چکام سرای دلیر ایران، بعد حالا که اون کلیپ ها رو نگاه میکنم ببینم تو اون کلیپ ها هرچی خودش گفته بوده برای جمهوری اسلامی پیام کد میخواسته اونا رو گفته، مثلا تو زندان آدم رو برده به اونا گفته خاطرتون جمع باشه مسعود امینی با من عاشق ایرانه، من اینجوری میارم این سر کار، میذارم این سر کار که بتونم آدم رو بیارم در واقع منتشر بکنم، از تو زندان این همه آدم رو بردن. کو عباس پالیزدار، حسن عباسی، سیاوش اوستا، چی شد عباس پالیزدار؟ گذی زندان تموم شد بند خدا رو، هر کدوم از این رو از اینجا اونجا میاری تخلیهشون میکنی، از حیز انتفاع میندازیشون ورشون میکنی میرن. اینا رو که من نمیدونستم، من در این سفری که رفتم اینا رو دیدم که منو آشنا کرد با تونی سرابزاده، اسمش علی سلیمانی، بچه سرسویله تو سپاه قدس، یکی از بزرگترین شیادانی است که شما در یک چهره قیافه‌اش هم خوب مردی که مسخره خدا، من نمیدونم، امیدوارم که اینجوری نشه، ولی امیدوارم چی؟ به امیدواری من مگه همین ارنش داره تونشو میده زنده زنده همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم. چرا؟ برای اینکه این شیاد موزه های میهن من و شما رو غارت کردن، اینا چارپنشان اطلاعاتی ها آوردن تو هامبورگ، بردن فروختن به موزه های آلمان. حالا میفهمم چرا همه حسن عباسی هم میومد میره هر دو هفته یه بار اروپا، اون موقع مجله داشت همش هم با موزه اسناد تاریخی ایران. حالا نگو این دنبال تحقیقات در مورد این که این چیزایی که از ایران آوردن چجوری بپروشن، چرا میشه فروخت، از این کارا کتابم در مورد چاپ اینا رو تو موزه میفروشن 500 هزار یورو دست شده با این میاد بیرون میگیرنش، 500 هزار یورو ملت ایران رو هوا اینجوری رفت. اینا انقدر جراحت، آلودگی روح، خشقید، قذب به ملت ایران و تسلیم و پذیرش نوکری و مزدری و افتخار میکنه بگه من جز سپاه قدس بودم که مثلا ما بچه های میهن من هر رفتاری میکردم. متاسفم که پاسخ اینها رو باید بدی و جلو چشمت عزیزترینت میده که ببینی این گونه است. فریاد زدم که از غمت خواهم مرد، فریاد زدم که از غمش خواهم مرد، دل تن زنان گفت غمش باید خورد. این عشق، عشقی که در تو بیدار میشه در یه سنی در یه جایی، من نمیدونم کی در کجا
ولی برای همه اتفاقی میفته. اونجایی که میپذیری من هر چی فکر میکردم غلط میزنم، مثلا عددی نیستیم، مثلا هیچی نیستیم در مقابل اتفاقاتی که قرار بشه بخواد این انرژی خالص فناناپذیر برای شما بیاندازه. باز من دوستم با مجید یک لحظه من به مجید تلفن کردم درست همه رو که بازش کنم، من یعنی بسید شدم فکر میکردم میخواستم تو رو بگیرم. دقیقا درست میگه، برای همه ما این اتفاقات افتاده. این لحظات در واقع این اتفاقات دلپذیر به ما نشون میده که هیچ نظمی بدون نازم و هیچ کفشی بدون کفاش و هیچ در پنجره‌ای بدون استای پنجره ساز درست نشده و نمیشه. خب حالا ما نمیفهمیم، ما میگیم خدا مایه، خدا مایه است، حالا ماتریالیست میشیم، حالا ماتریال دیالکتیک نمیدونم تحلیلگر میشیم، حالا این میشیم اون، همه اینایی که آخرش که میشی آخرش اونجاست که هر کس به خیال خود خدایی دارد، از میکده هم به کعبه راهی دارد. هر کس به خیال خود خدایی دارد، از میکده هم به کعبه راهی دارد. در هستی و نیستی حساب است و کتاب، هر محکمه دادخواهی دارد. آنان که به فکرشان خدایی نبود، در عقل علیشان جزایی نبود. گمراهن و از راه حقیقت دورند، یخ بستن و به جاهلی مجبورند. این چرخ و فلک نگردد از بی هدفی، در چاله حوض آب نروید صدفی. هر چیز سر جای خودش جا دارد، آبی که زمین است از هوا می بارد. تقصیر نداریم که نادان شده ایم، از بس که اسیر دست شاهان شده. آنان که خدایگان عالم بودند دیدیم و ز دیدمان پشیمان شدیم. آنان که کتاب و رمل و رمزی دارند، شب تا به سحر به عشق حق بیدارند. با این همه علم و عشق و شب بیداری، از پیش نمی برد کسی در کاری. از این همه ذره ذره ای می جویند، در آخر کارشان خدا می گویند. تقصیر نداریم که نادان شده ایم، بس که اسیر دست شاهان شده ایم. تقصیر نداریم که نادان شده ایم، از بس که اسیر دست شیخان شاهان، شاه و شیخ شده ایم. سلام، سلام به بچه های هوشمند میهنم، بچه های عبور کرده از این اندیشه های متحجر ایستا، بچه هایی که امروز برای ایجاد تغییر در جامعه به هر کاری دست میزنند و با ایمان به یک چیزی که هرچی شما دوست داری اسمشو بذار. مهم اینه که در این مسیری حرکتی که داری میکنی اون چرا که میکاری جوانه بزنه، اون چرا که میکاری جانت و راهت و پولت و جوانیت و زندگیت رو که میدی یه کاری بکن. خب دیوونه ای مگه؟ چی کار میخوای بکنی باش؟ تا حالا متوجه نبودیم، نبودیم، اشتباه کردیم، اشتباه کردیم. خیلی خوب، حالا میخوایم نکنیم. حالا میخوایم بگیم آقا این جبهی که برامو درست کردن مردم اینجوریه. دیدید اونایی که برنامه من رو دنبال میکنن میبینن. من متشکرم، درود میگم، سلام میگم به این همه بیننده و شنونده در ظرف یه ماه. چقدر خوشمزه، آدم کیف میکنه وقتی میبینه سر تا سر جهان زنگ میزنن و چه نظریاتی دارن، وقتی بچه ها مردم تو خیابون اون احساساتشون، خواهر و برادر و پدر مادران، این همه بانوی شریف و نازنین زنگ میزنه میگه آدرس من خانم هستم، ولی منم همینو نمیگم که اینجوریه باید این کار رو کرد.
گه ها و صد ها از این مردم زنگ زدن به من که خدا پدرت بیامرزه من سوزمینی. ما میخوام زنگ بزنیم به این تلویزیونه مال عبدالله دلال آبادانه ای، میخوام زنگ بزنیم بگیم بریم روی خط بگیم به مردم که مردم کردید کارتتون که اونجا بوده اگر بیشتر از یک بار چارج شده شما مثل بقیه مردمی که به آی آرس دارن زنگ میزنن اینها 260 هزار دلار پول گرفت تا دلدار از مردم برای بم و اون پول رو رفت برای خود ساختمون خرید، اصلا فکرش هم نمی کرد، اصلا به مخیلش هم خطور نمی کرد. اون لحظه ای که اون سیاه و شبستا با اون همین زاکری یه پولی به این مسخره در رقا میدن دیگه، با اون یکی پسر مسخره چیه باقری نجاد چیه قاسم نجاد اون پسر سیبلوه، ما بچه بودیم به اینا میگوزیم دهاتی های موقع مرکز دیر اومد از بود میخواد داره رسید دیده خب این بستان یه جوری گفت ای خب من هم میرفت تا خیلی توی عروسی مروسی فیلم بردار میشود، اینم نقش چگوارایی تبه چگوارایی ورش داشت. خیلی مردم بودن قابل این حرف نیست، بابا آدم نیست بلش کن مستور، بابا اصلا قابل این حرف نیست، اصلا در شمه تو گفتم. اما معتقدم اگر یه چیزی رو اول جلوشو بگیری مجبور نمیشی آخرش بری با بیستونه بیشتر بخواید جلوشو بگیری. حال این مسخره دلغکه اونا یه پولایی به یه سری اینا دارن، ببینید اینا یه سری آدم دارن، تازگی ها مود شده تلویزیون اینترنتی، تلویزیون اینترنتی هم هیچ کار نداره، هر رقیه خانومی میتونه خودش داشته باشه، خلاصش هیچ ادا و اصول و افاده هم نداره، یه دور بینی هر کم یک کاری براده، هر کسی یک کاری براده، یکی متخصص این کار رفته این کار رو یاد گرفته. ولی من خیلی برام جالبه اونایی که هم میان پرنده میشن میان اینجا چی همه متخصصن در کار کامپیوتر، سامانه، سایت، شناسایی تمام فعالین و تلاشگران سیاسی، چرا این رو انتخاب میکنن؟ نخبه کنن تاریخ هم جمهوری اسلامی این توفای نتنز میفرسه بیرون مثل همین که هستن. حتی اون اکبر گنجی که چقدر من دوستش داشتم یه موقعی، اون موقع که ابزار کار مبارزه دموکراتیک بود در بچه های میهن من، احمد باطبی، کره صحتی، این بچه رو خیلی دوستشون داشتم یه دوره ای. بعد وقتی امروز جمهوری اسلامی دید این واسه درد سر دارن دیگه، اینا رو اومد زیر مشکل گذاشت، از اون بر اومدن برجرد آدم هم هوش دارن، باهوش هم فکر کردن از این راه میتونن مبارزه بکنن، اومدن جذب اصلاح‌خواه ها و اون نظریات شدن، نظریات رفسنجانی و فائزه و داره دسته گوگوش و داریوش و همه اینایی که این برای بچه هایی که مصر سازگاره و عرض نوری زاده و بقیه اینایی هم که خیلی هستن روی سامان ها و تو برنامه تلویزیونی طرف دارن، اینا فکر کردن بقیه طرف دار نیستن. چرا بالا به قرآن؟ همونه که شما فکر کنید همونه که اصلا همینه، چیز جز این قرار نیست بشه، اصلا این چیز جز اونه که شما میگید درست نیست. اما اینجاست چنین امکانی در هیچ شرایطی با جمهوری اسلامی با کسی که پیش از این تجربه کرده این جنبش های رهایی بخش جهان اسلام تو تاریخ اسلام تو قبرستونا تو مسجد سر روزا بالا منبرا اینا رو تجربه کردن، با هوشاشون کتاب نوشتن، شما نخوندید، ما نمیدونستید، اینه که چون ملی مذهبی بود میخوندن تحت تاثیر عاشورای حسین و اون فرهنگ جوان مردی شرف ایثار. آقا میدونم کشته میشم ولی اصلا میخوام کشته بشم. داغ و درمش میکنن، کینه به خرش میکنن، صدای آزادی ماست تو کوچه پخش میکنن. بچه های تخت جمشید پشیم بگیم نمردیم با این که گله خوردیم، ما بچه های بابکیم، وارث لقمان حکیم، ما بچه های کوروشیم، دق میکنیم کشته نشیم، عشق وطن یعنی همین، مردمون هم میگه پاشیم. اصلا این تفکر ایرانی اینه، سر ایران هیچ چی دیگه معنا نداره. حال هر کس اونچه را که بهش اعتقاد داره رو در عمل پیادش بکنه، کاری براش بکنه، قرار است که همه تو پوتان بگن درشون اصلا کار من همیشه بودم ما کار سیاسی نمی کنم، من اصلا آدم سیاسی نیستم،
سیاسی یعنی سیاسی باز، یعنی سیاسی کار. انشالله تون دروغو میدونی که اصلا آدم سیاسی کسیست که از بهترین فرصتی پیش آمده مکسیموم استفاده شالاتانیزم رو در جهت پیش برده هدفش بکنه، هر در واقع وسیله هم توجیه برای اون هدف، کشتن و خوردن و خوابیدن و دار زدن و بردن و بالا و پایین و هر چی که رو فکر بکنی، اینا همش مشروعیت داره. یعنی توجیه این وسیله برای که من به اون هدف برسم هر کاری میکنم. درسته هر کاری باید کرد، ولی هر کاری درستی رو باید کرد، نه اینکه هر کاری باید کرد. این پوینت و نکته انحرافی برداشت های ما از مسائل سیاسی پیرامونیانمون هست، یا اونچه را که میبینیم یا بهش مبتلا به هستیم. حالا ما در این جب و شرایط بعد از سفری که من رفتم، عباسی و این ماجرا پیش اومد، تونی سرابزاده همین زاکری اطلاعاتی در اومد، این مردی که یه شیاده، خدا بهش این هم لطف کرده، هم قیافش خوبه، هم امکان مالی داره، هم دروغ میگه راست بهتر، شیطون شبا میبره اکابر. خب این اگه فکر کنید همه اینا که داره اینا رو در جهت خوب ازش استفاده بکنه، هر کی اینو بکنه میشه یک آدم یعنی لجنزار تعفنی، که اینو بارها گفتم، یه پیری آقا جون توی ایران و حرف این پیرمرد نازنینه که اون موقع که از اینجا عبور بکنی مثل یه سیبی، مثل یه درختی که یه گلابی، یه سیبی رسیده، یه شیرین داری، فوت بکنه روزگار افتاده، از اون به بعدش دیگه نمیتونی، حتی نمیتونی به گذشته یک ثانیه قبلت برگردی، چون اون ازش عبور کردی بر اساس ایمان، نه نقشه کشته باشی این کارو بکنی را اون کارو بکنی. میشه اینا رو بکنی؟ میشه که پورا دور بریا من نمیکنم. مردم تو جامعه که آقا برای گذران زندگی باید گاهی، بله اون جای خراب مثلا مزخرفان که میگن این متخصصین در همه علوم و در تمام اشیا. باری این برنامه برنامه جنجالی شد یهو. چرا؟ خب من برام اتفاقایی که افتاده بود فکر میکردم خب چجوری باید این رو من مردم بگم، براش تلاش کردم که کلیپ اونچه که هست سند مستند صداهاشون گوش کنید. خدا یه وسیله فقط اینکه بهتون میگم اون خدایی که من باور دارم، حالا مثل آخونده ایمه میگم خدا خدا اینا، نه، ولی اون خدایی که من بهش باور دارم، اون یعنی اسم چهر چی میخوام بذاریم بذاریم که ایجاد حساسیت هم نکن، قصه هم درست نکن، حالا هر دوش من با اون چی که باور دارم میدونم میبینم نشونم میده، یعنی چراغ راه همه. شما باور از نمیشه سر دقیقه 90 مثل موشک همه چی میشه بهتر اون چیزی که من فکر میکردم دقیقه 90 دیگه بهتر از این دیگه نمیشه. یعنی مسئول اون چی که میکنی رو میگیری، در یک کورانی همه آدم ها بدن، همه غلط، همه اشتباه میکنن، یک جایی بالاخره با خودت، با شرفت، با معرفت تکلیف روشن میشه، میگه آقا من میمیرم، من یه روب دیگه، یک ثانیه دیگه، یعنی الان ممکنه بخوابم دیگه بیدار باشم. مرگ خوبه بر بچه همسایه نیست، فکر نکنیم بغل دستیتونه، داشتونه، زنتونه، بچهتونه، باباتونه، شوهرتونه، اینا اصلا این فکر رو نکنیم. خود شما در صفحه اولی نممون، من خودم میگم تا بقیه، این زندگی است که این گونه است. وا فریاد از عشق، وا فریاد، کارم به یکی طرف نگار افتادا، گرداد منو شکست دادا، دادا ورنه منو عشق هر چه بادا بادا. اونجا که این فعل انجام میشه، وقتی انجام میشه اصلا دیگه اونجوری میشه، یعنی رای برگشت نداری، اون چه جراحت ها همه اینا خودش یه شک توفان میاد مغزت میبره و تحملتو میبره سطحشو بالا. وقتی سطح تحملتو میبره بالا به بی نیازی میرسونه. هیچ چیزی تو این دنیا بی نیاز تر از بی نیازی نیست. مشکل اینا با من اینه، اونه که اینا میخوان من نمیخوام، همه اونه که اینو دارن براش هر کاری میکنن، زنشون میدن، مادرشون میدن برای اینکه به کارشون برسن، زنشون رو صاحب تلویزیون رفیق میکنن، دخترشون رو با فلان آدم رفیق میکنن، اسمشون هم استاد اومده میخوام منو نجات بدن در حلقه کا با وقاحت تمام جلوی دورون هم میشنن غلط های خودشون زیادتر میکنن. حالا شما بکن اینا تو مملکت من و شما کاری بودن، وقتی کسی که به خود زنا کند به دیگری چه ها کند،
یا روایت دیگرش کسی که به مادر خود زنا کند به دیگر چه کند، شما بکنین این بدبختی ماست. اینا میرن قدرتمند میشن چون وسیله برای هدفهای اونا شرف و غیرت خوردن یه قلب آبم بالاش. خب باید شرف کاری میکنه دیگه، باید خوب زندگی بکنه. بقیه هم میگه آدم میسه بلشون کن، یه که اونو چیه رو دیدن اونجا تو بله میشین، ای بلش کن ماشینو چی دیدی، میدم چیشیشو دیدی، اونو چی دیدی، یارو دلش خوشه. آقا اون چیده که تو میخوای والا به خدا رو خیلی خاطر و یادگاری از اون جمله من. خب این فرق من و شماست. حالا تو اون ور هر کاری میکنی برای اون، من این ور هر کاری میکنم برای نه اون. با ارباباد میجنگم، با جمهوری اسلامی تا آخرین قطره خونم میجنگم، با عواملی که تو این شهر داره، با دلیل نه با حرف مفت. آقا شما اصلا کجا بودین چند ساله؟ ای بابا بابا کلیپاتون هست توی تلویزیون میدونه، دعوا معوا تلویزیون داور، اون قصه ها، اون داستان ها، همه این موضوعات. آخه نمیشه که بگی عابد و زاهد و مسلمان ها، میتونی بگی ولی در عمل باید ببینیم ما. نمیتونی بگی که شما کی هستی که ببینی، تو کی هستی که مرد که یک کاری میکنی که من ببینم. من اونی هستم که تو برای سرنوشت من اومدی میگی میخوای وسیله درست کنی بقیه رو حرف بزنن برای آزادی. من اونم یکی از این مردم. تو همه تو. حالا یه جوری هم هست، من یه چیزی که میگم سی تا میگم مسعود جون ما چرا ما چیکار کردی، میگم چیکار کردی، میگم فلان چیزی که گفتی، نه که همه شکل همه. یه چیزی هم که میگم 500 تا آدم یوی به تیرچی قباشون برمیخوره و همه شوشکاشون رو روم میبندن و قدرهاشون هم میدن لبه جون براشون سنبات میبزنن حال یا سنباده بزنن یا هرچی. چیکار باید کرد تو این شرایط؟ هیچ. باید خودتو بی‌نیاز کنی، به هیچ که احتیاج نداشته باشی، چون کاری که میخوای بکنی بکن. به قول سواد یه نور هر چی قرار هم که کم درجه روشنایی که هست که هیچ توفانی نمیتونه خورشید خاموش کنه، هیچ توفانی. اینا مسخره های فرشاقت پادو جمهوری اسلامی جمع کرده اینجا تو این تلویزیون ها، روی این سامانه ها، تو اون تلویزیون، پیش این، پیش اون. بعد بقیه رو بچه شهرستانی آرزوش این بوده تو این چه تلویزیون، تو اون تلویزیون آرزوش اینه سلام علیکم قربان، با اون سلام علیک کنه، با صاحب یکی تلویزیون سلام علیک کنه، با اون یکی سلام علیک کنه، یه هایی اومده خودش مورد سلام علیک کذب دروغ مردم قرار گرفته. خب همین وضعیت میشه که تلویزیون شده. یارو برش اشتباه حساب پیش اومده، چجوری باید من بهتون بگم؟ بابا دارین میبینین، دارین نگاه میکنین، ببینین. خب سرنوشت من و شما دست اینه، چیکار میخوای بکنی؟ دعوا کنی؟ پشت بدی؟ نبینی؟ ببینی؟ مگه میشه نبینی؟ خب نمیبینی که اینجوری میکنن. یه موردی پیش اومد در ارتباط با اون دورانی که من در تلویزیون آی پی ام بودم، انتخابات ایران بود، احمدی نژاد با موسوی و اینا جنگ و دعوای کروبی و احمدی نژاد اینا بود برای انتخابات، که تو اون کوران حسن عباسی همین سه و شبستا میاد تو برنامه من تحلیل میکرد. بعد که من این رو من که با اعتماد داشت اصلا فکر نمیکردم، راست شما خیلی چی داشتم نمیدونستم خداییش. امروز که اومدم و به تجربه دریافتم، یاد گرفتم، رفتم دیدم، دیدم این هرچی که خودش دوست داشته و هدفمند بوده رو از دوستان دو ساعت برنامه اون چند لحظه رو، پنج دقیقه رو، هفت دقیقه رو، بیست دقیقه رو، همه اون رو که خودش هست رو خلاصه اونا رو گذاشته. چرا؟ برای اینکه اون هدفمند من رو مفت برده بوده. من از اون خیلی بده. دست رو گیری بالا با یه رفیقه، چشم تو باز کنی ببینی تا پای کشتنت وای میسته. چرا؟ خب خودش آلوده است. وقتی بهش میگن خب مجبوره بکنه، کار نمیتونه بکنه. یا کسی که افتخارش اینه مزدور دولت فرانسه، بعد بیاد رو راست با هم میگه مسعود تا اینجا که اومدی باید با اینا کار کنیم دیگه.
دیگه بعد از این لحظه دیگه کسی اصلا دلیلی نداره برای من بیاره میبود دیگه نمیگه اون نمیدونم همین شجره اون میگه اون اینو میگه اون اینو میگه برای که دنبال منافع خودت درود و شرف عباس پهلوان واقعا دمش گرم همون موقع که من بوده بودم همون اول تو تلویزیون شهرام و مایه یه ماه خورده بیش دو ماه پیش که آمده بودم همینجوری داشتیم صحبت میکردیم دفعه بعد که اومدم عباس پهلوان گفت که اصلا مصرف این مسکر در آوردم گفت یه مصرف نوشته بود که مسعود امینی اومده میخواسته منو بکشه بودم ای کجا نوشته بود باره گذاشته بود رو فیسبوک اینا بعد هم گفت نه نه نوشته باز دوره نوشته که نه زنش که ایران اومده بوده میخواسته بکشه تش تو رو خدا نگاه کن داستان مهم هنری سیاسی تراژیک مردم میانه من شدن این خنده دارای پای تلویزیون اصلا من حاضر نیستم وقت بدم به کسی باشم مثلا وقت حرف زدن ندارم با خودم وقت ندارم حرف بزنم ما اومدیم یه کاری بکنیم کاری که پیش از اون که از این جهان بریم به آرزوهای نسبیمون رسیده باشیم تا آخرین قطره خونم کتاب میدم شعر می نویسم مقاله می نویسم میگم برنامه می سازم 400 ساعت شده پیاده میرم 800 ساعت شده نمیدونم رانندگی می کنم هر خطر و هر سختی رو تحمل می کنم که دل نام میهنم ادا کرده باشم که بعدا بگن خدا مادر پدرش رو بیامرز مسعود امینی بعدا که میفهمن تو کجا هاش من وایسادم من دنبال اینم چون دنبال اونی هیچی همین قصده ها من مثلا شما بکن تو اون دوران انتخابات ببینید شما رو ببینید خط اطلاعاتی رو تو رو خدا مردم نگاه کن یوی تلویزیون ها بسیج میشن آقا نرین انتخابات آقا من باید برید انتخابات ها برید انتخابات خواهر خامنه‌ای آخرش انتخاب میکنه با چی میری؟ تبلیغات گسترده تو همین کوران این اوستا میاد رو برنامه من همون موقع بودم مردم برین مشارکت دیدیم اگه نرفته بودین اون 3 میلیون 4 میلیونی که تو خیابون بودن اونایی بودن که رفته بودن اومدن گفتن رأی ما کو اونایی که گفتن نه یا این تو خیابون میلیون ها آدم رو ببینین چجوری نشوندن تو خونه نداشتم بیان تو خیابون ببینین چجوری با ما بازی میکنن شم رو شم کنین دریه بزنین چراغ رو اینجوری کنین بشه آقا چم کن بردم دیسکو باشه کلابتو شامپاین بفرست برای ندم خیلی هم کار خوبی بود البته به نظر من کاری که در حدت در شأنت درست هم به این کارا برای ما نقش آرتیست رو داریم بازی میکنین من بهت قول میدم همه شما رو که نگاه بکنیم یکی یکی مردم ببینن هر کدومتون پشتتون یه سری آدمایی هست که از شما حمایت میکنه بی برو برگرد طرفدارا نه اینکه طرفدارا یعنی جزء سرمایه گذاران اصلی وزارت اطلاعات در خارج از کشورن دکتر مهندس وکیل وزیر یک عالم از این آدم ها مردم میخواد یه کاسبی میکنه دیگه چیپس میبره میاره نمیدونم اینو میبره لوله میبره هر چیزی که فکر بکنین میبره کمپانی های متعدد درست شده شرکت های متعدد درست شده میخواد تبلیغات کنه خب از این حمایت میکنه دیگه اینا میدونن که یارو اینجوریه داشتش بچه سپاه اینا کیه سپاه اوی که پسر شوهر دختر ده نجاره دهشون پسر حاج موسن نمیده اماره پلان جای ده حالا شده فرمانده سپاه از این داستان ها پر داریم خب منافش به خطر دیوونه است مگه شما واقعا اینقدر ساده این که فکر میکنی حمید شبخیز عرض همی قاسمی نادر رفیعی اون دلغه که دختر رو میبود میبود دو به میفروخ دختر شاه هستی میذاشم که من تلویزیون شده همون میرون عبدشای بی همه کس بی وجدان کلاش اشکال کسی بعدم فهمیدم کاری که دو با همین انتخاب دختر شاه هستی این کارا میکرده ببینید اینا وقتی هم نمیدونه یه جوریه وقتی میدونه یه جوری دیگه وقتی میدونی شرف نداری اگر سکوت بکنی من اون چیزی که میگم چیزی که خودم توشم این وال بشم در همین مورد خود من دولت موقت CIA چه میدونم موساد اسرائیل سازمان امنیت انگلیس MI6 سازمان امنیت فرانسه ده ها آدم صد ها موضوع این روشن فکر ها این تلویزیون ها این همه به هم ربط دارن
خب تحصیل گردانان هم دارن، من خودم یکی از قربانیای اصل میشم. بذاری بگم که با اینو بپیکم، وقتی واو چشام باز میکنن گریم میگیره. باور کنین مردو جوونیمو دادم به خدا، منم مثل شما زندگی اون دادم، مادرم پدرم زندگی پسرم و بچه یه ماه برش کردم ایوانکی رو به خاطر میهنم، از این همه بدبختی، این همه سختی، این همه قصد و داستان. خب تا اینجا اومدم چیکار باید بکنم؟ مجبور میشم اون چیزی که به تجربه دریافتم با اونجا که میدونم و در جد اندازه استعدادم هست رو تا پای جونم این کار انجام میدم. شما جا فوش و بد و ویرا و تر و شخصیت کار دیگه هم که در واقع نمی کنند یا نمی کنید یا نمی کنیم، میبینیم که این گونه ایم پای سر مردم هر بزنیم جرو قربونش بینیم فضا شوشیم. حالا یارو تلویزیونه شاید پاد اطلاعاتیه، وقتی میاد میخواد اینایی که سر ما باشتن دارن می جنگن با همه اینا، میخواد اونا رو ترور شخصیت کنن رو ناآگاهی بی اطلاعی. مثلا دیدم تو همون دورانی که ستار دل داره دلقک عبدول دلال یا عبدول دلاله، یه سری خانومی رو اومدن هر کسی یه چیزه گفته برادر من، خواهر من، پدر من، تو رو قرآن بشینین گوش کنین، تو رو اون ایران بشینین گوش کنین. آخه رو نادانی که اینکه آدم حرف نمیزنه، اصلا شما چه میدونی من کی هستم؟ منو میشناسی؟ منو دیدی؟ با من یک کلام حرف زدی؟ اصلا چه میدونی من کی هم؟ نه من، بقیه هم اینطور. اینا رو روی وسیله ارتباطی میگیم اهمیت پیدا میکنه، چون همه چی پشتش مسائل سیاسیه در تنهایی و شخصی و نمیدونم. گفتم به من لگن نزدی بگیم ببخشید، بگم بفرمایی. نه آقا ببخشید نداره، بی خود کردی، نمیدونی کردی، نمیدونین انجام میدین. وقتی انجام میدین نشونت میدم. من این آقای انصاری که تو تلویزیون سربی هست، خودم دیدم کلیپاشو در جام جمعی ایران. من به این آقای انصاری اگر راست میگه قرآن رو قبول داره، مسلمونه، اینقدر مسلمونه که با ایمان اینجوریه، ولی خب 20 میلیون پول رضا پهلوی رو این ور اون ور میکنه و قابل اعتماد شاهزاده بوده، 20-25 میلیون پولش هم بر تقدیر خورده یه آبم روش که نتونه، البته ایشون استدلالای خودش داره، شاهزاده رضا پهلوی هم استدلالای خودش داره، ولی میشه فهمید که شاهزاده رضا پهلوی هرگز نمیاد خودش رو با احمد علی انصاری در یک جا قرار بده از جهت در واقع یک موضوع اینقدر مهم تو ذهنیت مردم و موندگاریش تو تاریخ دوران مهاجرت و مسائل سیاسی و موضوعات شاهزاده رضا پهلوی که در جامعه حضور داره و اینا به هر تقدیر نوشته میشه، تاریخ دیگه گفته میشه. حالا شما بکن این آقای احمد علی انصاری در جایی نیست که خود بیگم از پهلوی بیاد بگه این 25 میلیون من دزدیده. آقا پول شاهزاده رضا پهلوی دستش بوده، بهش اعتماد کرده بوده، جوان بوده، اینم گنده بوده، بلد بوده، ایمان داشته. خب خیلی کمک میکنه یه جایی، وقتی یه میفهمی این چقدر شالتانه، اونجاست که در تقابل باش قرار میگیری. حالا این آقا اومده رفته ایران، بعد اون هم وقت مثلا میسته اول یه روزه میخونه و چهار تا آیه و سوره و اینا میاد میگه، بعد من نمیدونم اصلا چه دلیلی داره اونا رو نمیخواد بگی ما انسان بشیم، اون که درست هست رو انجام بدیم. حالا ایشون میاد حالا یه مدتی از تلویزیون داور حمایت میکرد، حالا از تلویزیون سربی حمایت میکنه. من از این آقا سوال دارم، سوال دارم، نه من سوال دارم، تاریخ ازش سوال داره، آینده ازش سوال داره، میلیونها بچه های میهن من سوال دارن. آقای عباس علی انصاری که من و شما نبودیم که عرقی نکنه، ایشون در یک دوره ای بغل دست شاهزاده رضا پهلوی بوده. حالا ایشون گرایش دینی داره، در ایران میره میاد فلان اینا، یکایی خب اشکالی هم نداره، اصلا میتونه تلویزیون روی اینترنت سوربی اصلا مال ایشون باشه، چه اشکالی داره؟ مگه ایرادی داره؟ هیچ ایرادی به نظر من نداره. ایشون ما یه دلار میده، ما 5 میلیون دلار بده، اصلا باید همه رو بده. برای چی اصلا باید سربی بده؟ من یه بخشایی رو از البته میدونم انجام شده های با سربی ازش این رو ساخت، ولی یه بخشش هم میدونم خدا پیغمبریش و انسانی
میدونم که دوست داره خودش چهره خوب ملی به یادگار بذاره، دوست داره یه کاری بکنه به عکس اونایی که دوره برش بودن، داور بود اون داستانا که من کلیپاشو دارم میذارم همه نگاه میکنیم. این قصه ها اتفاق افتاد. خب حالا این هم موثر دیگه، بی تاثیر نیست در کارهایی که آدم میکنه، ولی اینو میدونم که این قابلیت رو بسیار بسیار داره که شرف از زندانه جلو همسایه سرشو بگیره بارا بگه من کار ایرانی ملی رو کردم، به خاطر اینه که من با هر کس که موضع میگیره به خصوص اونایی که دوستشون دارم نمیدونم زیاد باهاشون راحت نیستم، کاشکی طرف هیچکی نبودم. اما دلی انصاری میخواد تلویزیون داشته باشه، باید پول بده، باید تلویزیون رو حمایت بکنه، همه اینا باید، ولی ما 2000 سوال این آقا داریم، هیچ کسی سوال نمیکنه چون پول میده قواعد بیل بره خودش بده. نه آقا اینجوری نیست. حالا شما میتونید در مورد منم همین کار بکنید، هر کس جلوی دوربین به سرنوشت من کارش ربط داره، هممون به سرنوشت هم دیگه بابا مردم سوال کنین لامصبا، مردم اینا شما رو نگه داشتن اینجا، مردم نمیدونید روابط چگونه است، مردم نمیدونید وزارت اطلاعات چه پولای خرج کرده، چه تیمایی درست کرده، مردم نمیدونید تو اروپا چه خبره. ممکنه اروپا برین بیان اینجوری ها، من بچه های اروپا هم خیلی از رفیقای من هم تو اروپا، خب رفیق هم کار خودشون میکنن، اصلا نمیدونن چی به چیه. من با اونایی کار دارم که به سرنوشتشون ربط دارن، به سرنوشتشون کار دارن، سرنوشت من بستگی به این روابط و این وسایل ارتباطی پیدا کرده، چون دولت ها بر اساس نیروهایی که هستن سرمایه گذاری میکنن. وقتی دولت موقت در ما درست کردن اصلا شازده رزا پهلوی توش نیست، این تلویزیونی های میبودی پیبودی برای بچه که اصلا دوستای من همشون، حالا به آخشون میگم میبودی پیبودی، نگه چرا میگه پیبودی، مسود مسود، حالا من اینجوری میگم، این به دلیل بی احترامی به کسی نیست، من هیچ قصد بی احترامی به هیچ کس ندارم، به خصوص که من خودم با همه اینا از شما از همه تون بیشتر رفیقم، بچگی من با اینا بزرگ شدم، اینا بخشی از زندگی های من هستن، چون دوستشون دارم، اصلا چون باشون رفیقم ازشون توقع دارم. وقتی من با میبودی نوار شبانه دادم حسد در صدر میبودی توقع دارم، در مقابل جوی که پیش اومد وای میسادم من حمایت میکرد، روز تونیه سرامزاده حمایت کرد، الهمی زاکری اطلاعاتی چون انگوشتر بردیان داره فکر یه انگوشتر رو میده بر رضا، حسن عباسی رفیق سته ایمونه، یعنی ما سته با هم نزدیکیم، حسن عباسی از من با عرضه مشکل دارم، یه عرضه تو دامن دوست داره اینجوری به اونم میگه مسعود دامن تو دوست داره و راست هم میگه، هم دوستش دارم هم رفیق همه، هم بخشی از برجت تاریخ زندگی من با این آدم بوده، نوار شبانه ای که ما دادیم تو تاریخ موسیقی ایران هست، چون باش معین اومده، افسر شهیدی اومده، این هم خواننده باش معرفی شدن. در ضمن یه نواری بوده که اولین نواری بوده که توی ایران تو اون روزگار، آیا آقا اگر اسلام ما این است، اگر خون پای دین است، به خوشگل همچه آین است، ای بای من ایران، ای زیر نرل این ایران، من این رهبر این قرار تو اون نوار خوندم. خب من که نمیتونم میبودی رو اگنورش بکنم، نه اون میتونه من باشم نه من میتونم اون باشه، خودش رو بکشه هزار تا آدم اصلا نمیتونن شکل اون باشن، اونم خودش رو بکشه نمیتونه شکل ایشکی دیگه باشه، شکل خودشه. من اینو به عرضای نوری زدم گفتم، ما همه با همه بچه گیره پیگیم دوستیم، با هم اختلاف نظر سیاسی داریم ولی انسانیم، اما بعضی اما چون ذاتن آدم شالتان حسود اغدی پغدی هستن، هر جا بتونن زهرشون میریزن. حتی من امسال نوروز که نبودم، مجله جوانان میتیزوکایی همین که موزه همین قاسم نژاد و با همین عبدول دلال همین تلویزیون آپازان اینجا رو داره، باز اسم این دوتا با هم دیگه اومد، من یادم رفت، من به آقای پیشنهاد کردم اون سیبیل های اینجوری رو بزنه جاش کود شیمیایی بماله، بعد ماتیک هم ماله، بعد ستر دلار رو با اون وقتی اینجای برنامه میرسه من همیشه بهش پیشنهاد میکنم پاشو بزن اینو برخصن شریطن پاتون کنه ریزی دخ 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 پاشین. اینا اومدن میخوام منو نجات بدن، اینا اومدن میخوام میهن منو نجات بدن، اینا اومدن میخوام منو شما رو نجات بدن، با مردم تو رو خدا دست بزنیم از این سادگی. یارو شالتن اومده بیل بورد میخوام بزنم در سان فرانسیسکو روش بنویسم خلیج فارس، چون و امه وسطی چقدر دارد برای خریج ساخت
فارس سوخته. چرا خواهی ما این نمیذاری؟ اون پول هم که گرفت خورد تموم شد رفت دیگه بهتون پس نمیده. مردمی که من زنگ میزنین میگین که نمیدونم میخوام بیانم رو خطش نمیذاره. مردم اعلام کنیم، منم از طریق شما اعلام میکنم من میخوام که هفته یه روز اصلا خط بدم، منتها در مورد موضوعاتی که به سرنوشتمون ربط داره، نه موضوع بی خودی. اون چیزی گفت میدونم زن اون این بود، اون مال اونو خورده، اون مال اونو برده، اونا به خودش ربط داره، به جامعه مدنی اینجا ربط داره، به قانون شهروندان این جامعه ربط داره. ما با اون موضوعاتی کار داریم که با تلویزیون با ما کرده، مثلا 260,000 دلار پول بچه های یتیم بدبخت سرما و گرما خورده ذلت کشیده گشنه بیدوای بیمار بدون پتو و کفش رو این به همه چیز خورده، رفته خونمونه خریده. خب بعد چکار میکردیم؟ بعد قانونش میکردیم. من رفتم آیارس، اون چیزایی که لازم بود ارائه کردم. من یه شهروند امریکایی هستم و وجدانم نمیتونه قبول بکنه این مرد ساده، این مردم گرفتار بیان پول بدن دلشون بسوزه برای هموطنشون، این مرد که باید داره برای خونه بخره. هم میگن چرا؟ خب اگه شما میتونید بکنید من کاری ندارم. من نمیتونم بکنم. تا وقتی من جلوی دوربین نشستم اون چیزی که به سرنوشت من و سرنوشت ملی مردم میهن من ربط داشته باشه رو من در مقابل سکوت نمیکنم. نمیگم من همه بهترم، من چه گوارم، من لنینم، من استناس این حرف هم نید. من همه شما ساده تر رو آن ذره که در حساب نیاید ماییم. اما اینا حتما ادعا میکنم که برای رسیدن به آرزوها پیشا پیش از همه چیزم گذشتم. این آخرین لحظات عمر مفیدم رو هم دوست دارم در راه آزادی مردم سرزمین دلبندم، همون جایی که ازش عشق مادرم رو یاد گرفتم، دوست دارم در راهش نثارش بکنم. و اینجا وصیت کردم وقتی من میمیرم منو بسوزننم و هر خاک جز خاک وطن نیست، واجب به تن مرده کفن نیست. هر خاک که جز خاک وطن نیست، واجب به تن مرده کفن نیست. این خاک به سر خاک به خشکت که از مهریه مادر من نیست. ای پرچم ایران کفن تو، پیراهن افتخار عالم به تن تو، اینجا سپردیم امانت بدن تو تا باد برد بوی تو را در وطن تو. آخرش از عشق وطن همین روزا دق میکنم، آخرش از عشق وطن همین روزا دق میکنم، وصیت عاشقیمو پیش تو عاشق میکنم. خاکمو بردار و ببر، خاکم و وردار و ببر تو خاک مرز پرگوهر، بگو تصدق سرش بریز هوا صبح سر، بگو بیان نگاش کنین مردش اومد از سفر، این سزای عاشقی زنده و مردش در به در. خاکم و بردار و ببر تو جاله، بریز جلوی دکه پیاله، بذار تبرک قلم دراشم، هر کی میاد پا رو سرم بذاره، بده عزیزم رو چشاش بذاره. خاکمو بردار ببر، خاکمو بردار ببر تو شهباز، با دایره و تنبک و ساز و آواز، بریز تو جوب آب اکبر آباد، بریز تو جوی آب اکبر آباد، بذار یه شب مست بکنم تا صبح باز، از اونجا سر بدم وطن وطن باز. خاکمو بردار ببر ببر، بریز رو قله دماوند، تو قلعه دیو سپید پای در بند، بهش بگو که پیر پای در بند. قاتل خواهد قشون قشون هزار هزار، به عشق تو زنده فقط تو بسکار. آخرش از عشق وطن همین روزا دق میکنم،
وصیت عاشقیمو پیش تو عاشق میکنم. خاکمو بردار و ببر تو خاک مرز پرگوهر، بگو تصدق سرش بریز حواس و پسر، بگو بیاین نگاهش کنین مردش اومد از سفر، این سزای عاشقی زنده و مردش در به در. وصیت کردم که این گونه بشه که مجبور نشم پول برام جمع کنن بخواد منو خاکم بکنن. آیا به غرورتون بر نمیخوره؟ آیا به شرفتون، به غیرت ملیتون بر نمیخوره هنرمندانتون این گونه باشن؟ به خصوص اونهایی که یه دونن نابغن، چقدر از این نابغای ما گوشه خونه مردن، شهرداری بود برد سوزوندشون. یه کسی مثل بیژن مفید، بچه محله عزیزم، نویسنده شهر قصه، مثل چشم سیاه داری، از خونتون بیاییم بیرون آدم های خوشبخت. این زبان شعر زیبای فولکلور تهران، اون شهر قصه جاودان و موندگار بیژن عزیزم، این سنت بیمارگونه رو باید یک جایی در هم کوبید، باید این بازی رو به هم زد، باید این معیار رو به هم زد. اگر یک کسی مثل بیژن پاکزاد پیدا میشه بهش میگی، اونم نمیکنه. حالا این وسط ام مردن حیوانی طوفان که همین تلویزیون ها آهنگاشو پخش نمی کردن، باورتون میشه مردم؟ همین برای بچه ها جامعه هنری چی بگم، به خدا خجالت میکشم بگم. کاری داشت برنامه یه شب با خودشون برنامه، کاری داشت این داریوش کجا این ششزن بازی هایی که در میاره تو شب هفت میره اون بالا، آی بیان به شهرام گفتم که بره بکنه. شهرام دنبال کار خودش نمیتونه بره، اصلا شهرام شب برنامه در کجای این جهان وایساده که بتونه کاری بکنه برای خودش؟ برای خودش هم نمیتونه بکنه، وای برای بچه های جامعه هنری. شما خود تو خودت داریوش اقبالی رفیق من، دست بردار از این شامورتی بازیات. اونایی که اونجا گفتی شب هفته طوفان چی شد؟ پول قرصایی که میپروشی رو بیا بذار، یعنی یه دفتری بگیریم شورایی بشینیم جلو دوربین، هر کس هر طرحی داره بگه، بیان تا اینا زنده هستن بزرگ داشت براشون بذاریم، یه شاخ گل براشون بخریم بدیم. پول شعراشون رو که ندادیم، همه تون خیلیتون پول همه ماها رو خوردین، ادم بالا تا پایینتون، پول آهنگسازاتون هم که خوردین، با جنگ و دعوا باید پول گرفت. اینا هم نباشن، شما اینو 20 بار گفتم، خانم هم ادم اشکنه و دم بختک تو خونه، بچه بچه بزرگ کنن، آقای نباید تو دانتان لچک میفروختن. چرا؟ تخصص که ندارن، دانش که ندارن، یه صدایی دارن، خدا یه لطفی کرده بهشون یه صدایی داده، به گنجیشک هم داده، به کلاغ هم داده، به قناری هم داده، به قورباغه هم داده. این صدا رو باید ازش استفاده درست اگر بکنی اعتبار میگیره. با چی این صدا اعتبار میگیره؟ با شعری که میخونه. بعد خب این صدا شعر نخونه تا صبح بگه آی ببینم شما دوست دارین کسی رو؟ نه، این صدای وقتی یک شعر رو میخونه که حرف دل شماست، شما عاشق یارو میشه که داره میخونه، تازه میفهمی یارو صداش خوبه یا بده. همین آقای خواننده، خانم خواننده توی نوار 8 آهنگ میخونه، یکیش رو شما دوست میدارین، یک دونش رو. خب 8 رو میخونده دیگه، مگه اون نخونده؟ چرا با بقیهش کار ندارین؟ من خواهش میکنم که هر کس هستید لطف کن به تلفن مستقیم برنامه من که اون بالا نوشته لطف کنید زنگ بزنید. این شماره است که اون پایین نوشته، شماره تلفن دستی خود منه، اینو بعد برنامه بتونید محبت کنید زنگ بزنید برای اینکه با هم گفتگو بکنیم. هفته یک میخواییم با هم دیگه گفتگو بکنیم و بیلان کار ماهیانمون رو با هم دیگه بررسی بکنیم. من در ظرف ماه گذشته که اومدم فکر میکنم که امروز مناسبت داشته باشه، در امروز در این روز شنبه، هم به دلیل اینکه یک ماه من
یک ماهگی میشه این برنامه در این متولد شد، شد یک ماهه و فاز دومی برای ادامه این سنگر، این صدا رادیو همصدا.com، تلویزیون مسعود امینی، رادیو خونه مسعود امینی در لس آنجلس و تلویزیون مرکزی سعید مقدم در سان فرانسیسکو بی ایریا، آرش شاه تیموری تلویزیون مرکزی، رادیو خونه و تلویزیون مسعود امینی سنگری است برای همه اونهایی که حرفی برای ایجاد تغییر دارند، همه اونهایی که میخوان یک کاری بکنن، بازی حرف و حرفای مفت و حرفای گنده و خواننده و شاعر و آهنگساز و غیر این و سیاسی و معتبر و محترم و دکتر و غیر دکتر، آقای مهندس و غیر آقای مهندس، اصلا فرق نمیکنه. هر کس حرفی که میزنه که اگر اون حرف رو نمیتونه بهش عمل بکنه، اگر بزنه ما میاریم نقدش میکنیم، میخوایم گفتگوی ملی کنیم در همه ابعاد ملیمون. این مشکل بزرگ جامعه هنری یکیش همینه، موضوع حرفای گنده تر زدن از خودمون و عمل نکردن. اینا رو تا زنده هستن بیاییم جمع شیم، بیاییم یه بیمه بگیریم، تأمین باشن. بابا هنرمندای مردم جهان رو نگاه کن، آدم گریهش میگیره. هر کدوم از این بچه ها ده ها کار مگاهیت تو تاریخ موسیقی ما دارن، ولی در سختی و تنگ دستی زندگی میکنن. یارو یه شعر میگه، یه آهنگ میگه، هفتاد پشتش امپراتوری میکنن در نوع زندگی اقتصادیشون. ولی مردم میهن ما اینگونه بودن. باید عوض شیم، باید تغییر بکنیم، باید تغییر رو بپذیریم، باید ایجاد انگیزه بکنیم، باید تغییر کنیم، باید پیرامونمون رو تغییر بدیم. بیاییم از اونهایی که کار درست میکنن حمایت ملی بکنیم، حمایت بکنیم. این برنامه نیازمند شماست، من به تنهایی کار نمیتونم بکنم. من که آدم متمول نیستم که بیام بگم آره مثلا فلان کارو میکنم، این کارو میکنم. من هرچی دارم زندگی هستی و نیستیم رو گذاشتم تا آخرین واپسین دمای نفسم در راه اون چی که باور دارم براش تبلیغ میکنم. اگر فکر میکنین شما هم کاری میخواین بکنین، اینجا تغییر برای بچه تون، برای اون همسرتون که الان نگاهتون میکنه، شما برای همسرت، شما به عنوان بانو، شما به عنوان دختر خانم ایرانی خوشقیافه اسمارت باهوش شاگرد اول همه جا، این همه این بچه ها شاگرد اول هم اینجا اونجا دنیا، وقتی میشنوم بچه های دوستای من، شنیدم نور عزیزم توی لندن بین چند ده هزار نفر انگلیسی، جالبه با یه بچه ایرانی چهارم شده تو تمام لندن. خب نباید این دوستش داشت، نباید اینا رو محترم داشت، این بچه های باهوش اونو نباید وسیله فراهم بکنیم استعدادهاشون رو خرج راه مقدس کمک به انسان ایرانی بکنن. اینا محصولات عمر شما هستن، خب چیکار باید بکنین؟ بیاین کاری که میتونید بکنید حمایت بکنید، تبلیغات بدید، اسپانسر بشید، بگذارید این صدا رسا بشه، بذارید تلویزیون رو با سر جهان بپرستیم. من گفتم که ما اومدیم این بار اونجوری ها نیست. من اگر شده نمیدونم از توی ماشینم با وایلس برنامه بفرستم 24 ساعته که مردم میهنم سر تا سر جهان حداقل از جهت رادیو بشنوند، با رادیو همصدا.com بر رادیو خونه این کار رو خواهم کرد. یعنی اصلا تا وقتی زنده هستم کاری من به جز این اصلا نداشتم، من ندارم. تو عشق از هر احساس زیباتر از یکی میهن و دیگری مادر است. به خاک دل سرزمینم قسم که جز این دو گردم زنم ناکسم. من کاری به جز این نمیتونم بکنم. از تو گفتم نوشتن شده کار من، سرزمینم، یادگارای من. یک نفس بی هوایت کشیدن حرام. عاشق تو فقط من، همین و سلام. خب برای تولید برنامه نیازمند امکاناته. وقتی امکانات نداری باید خط بست کنی سلام علیکم بفرمایید، شما بیای بگید زنگ زدم از نمیدونم
برنامه خوبتون تشکر میکنم. من اصلا نمیخوام این کار بکنم، اصلا نمیخوام خط بگیرم. اگرم خط بگیرم دوست میدارم گفتگو بکنم با یک کسایی که حرفی برای گفتن دارم. از دوشنبه گفتگوی شبانه من با اردشیر، کسی که در این ماجرا خدا وسیله کرد منو برای اون و اونو برای من وسیله کرد که شما مردم ببینید اون چرا که نگذاشتن ببینید و منم نبودم نمیذاشتن شما ببینید، نمیذاشتن بشنوید. الان هم ابرو بادم هم خورشید فرق در کار افتادن که نذارن ولی نمیتونن. ان آن نا چون اراده کرده خدای میهن من، خدای آزادی ستانان میهن من اراده کرده. عشق به میهنم، عشق به سرزمینم، عشق به همه بچگی ها و یادگاری ها و بچه معلم ها و فرهنگ زیبام من رو برام وا میداره که براش بیندیشم، تلاش کنم، هر کاری میتونم که خدایی درست هست رو براش انجام دارم میدم. و این صدا رو صدایی میکنیم به زودی که سر تا سر جهان سنگری باشه برای درمان دردهای اجتماعیمون، مشکلاتی که داریم تو شهرهایی هستیم، تو کشورهایی که هستیم. ما که سازمان نداریم، ما که تشکیلات نداریم، ما که کسی نداریم، ما تک افتادیم، تنهاییم. هر کی فکر میکنه آه من اونم که رستم بابت پهلوان اینجوری نیست، همون چیزی که تو دلت بهش خوش کردی به یه ترمز نگرفتن ماشین بنده، بی خودی نرین اصلا دنبال این حرفای اینجوری. ما اومدیم یه کاری باید بکنیم برای سرزمین پدریمون، میخوام یه کاری بکنه برای خونه آب و اجدادیمون، برای این بچه ها میخوام یه کاری بکنیم. ما قربانی شدیم، چرا باید من سکوت بکنم؟ پخش این کلیپ ها شما نمیدونید چه داستانی را انداخته سر تا سر جهان. مسعود امینی در انتخابات گفته که بریم رای بدین، الان هم میگم بریم رای بدین. اگر رای ندیم نمیتونیم بریم بگیم کو رای ما مردم. این ابزار کار از دست ما گرفتن، نصف را گرفتن، تازه اینه با عنوان پوینت بعد من ازش گفتگو میخوام بکنن. آقا من تمام کلیپ ها رو پخش میکنم، گفتم الانم میگم، احمدی نژاد 4 سال بود رئیس جمهور شده بود، تو 4 سال گذشته احمدی نژاد شیشه پپسی بود، باید تکونش میدادیم که منفجر بشه و شد. این روزهای آخر احمدی نژاد، این جو و شرایط، آنچه که پیش آمده، عمل دولت نهم، عمل علی خامنه ای، سرنوشت ما، مسائل ما در منطقه، اوضاع حلب، اوضاع اسد، خاکریز جمهوری اسلامی، فعال شدن حماس یا حزب الله، تلاش های بیوقفه جنبش های رهایی بخش به تروریست های جهان اسلام، اینها موضوعات مهمی است که به سرنوشت ما ربط داره. چگونه باید به اینها نگاه کنیم و چگونه باید در ارتباط شرط بزنیم که کاری که کرده باشیم کاری نباشه که نباید بکنیم. نمیتوانیم مرغ را زیر قیمت هزینه بفروشیم. اعتصاب فروشندگان مرغ و ماهی از چهارشنبه، به عنوان یه اطلاع همه ملت ایران میدونم مرغ گرونه. باز خبر اول نشریات نگهش دارین، ما رو بذارین سر کار، سر مرغ و تخم مرغ فعلا شده موضوع مهم ما. آقا ما مرغ نمیخوریم، تخم مرغ نمیخوریم، گوشت میخوریم، میخواهیم جمهوری اسلامی سرنگون بکنیم. با این کارا شما سر ما رو گرم کردین. به دنبال تولید اندیشه سیاسی باشیم، راهکار رو کنیم، چیکار کنیم؟ ماه رمضانی هسته های مقاومت درست کنیم، یارگیری بکنیم، اطلاع رسانی سالم بکنیم. این گروه ها، این نیروهایی که هستند، این گروه ها و نیروهای کوچیکی که هستند، هر کدومشون میتونن در ایجاد وحدت ملی مؤثر باشن و میتونن مخرب باشن. نقش مخربشون هم اینک دو به خروس است که زده بیرون در خارج از کشور، نشونتون میدیم یکی یکی با صداهای خودشون، با آنچه که هست. از دوشنبه کلیپ های تازه از این برنامه پخش میکنیم و با اردشیر گفتگو میکنیم. من از اردشیر سوالات بسیار دارم. اتفاقا همون اولی که باهاش آشنا شدم
دیروز پرویزم که ما صحبت میکردم خودش به من گفت آقا امین یه اتفاقی که ما آشنا شدیم به من گفتی یواش یواش به تو هم دارم مشکوک میشم. گفتم هنوزم بهت مشکوکم. من به خودم رو مشکوکم، باور کنیم. اصلا اینه پای چیز نداریم دشمنی شخصی. آقا من حقمه که بدونم، دوست دارم این چلنج رو دوست دارم با وزیر اطلاعات و استراتژیست های اطلاعات جمهوری اسلامی چلنج ملی کردن رو دوست دارم. این بچه های میهن من بچه های ستم کشیده باهوشی هستن. این بلنگو بلنگوی اون بچه های عزیزه. من امشب گفتم به دلیل اینکه دیشب نبودم برنامه امشب و برنامه پریشب گفتگوی من با خانم دکتر و اینها رو فردا پس فردا میبینید، چون فردا یک شنبه است که ما تعطیلیم. درست میگم آقا رضا؟ بله. و ما فردا تعطیلیم و باز پخش میکنیم. من از آقای مقدم خواهش میکنم که برنامه پریشب رو، باز دیشب رو و امشب رو هر جوری که میتونه ببینید. اصلا موضوع این نیست که برنامه مال کیه، موضوع اینه که من میخوام عمومیت پیدا کنه، همه ببینیم. کما این که این ماجرای این عبدول دلال تلویزیون آپادانا اینجا ببینید چگونه شکوفا شد. ده ها تلفن من دارم در روز که من سوزمینی تو برنامه بگو آقا اگر این آقا از کردیت کارت های ما که اونجا هست استفاده بکنه، ما لاسود بر علیهش فایل میکنیم. خاک بر سر تو تلویزیون داره بی قیمت. به مخیلت هم خطور نمیکرد روزی که اومدی نوکر اینا شدی این قشقره رو راه انداختی. آی بدایید ملت ایران مسعود امینی، این مسخره عقب افتاده دلغه که شاکت پادوه حسن عباسی پاریس رو چنین و چنان کرد و آو در کما بود و آو اف بی آی بود و آو پلیس جهان بیا نمیدونم اون وسط هم توی یکی کلیپایزی هم حاضر رنگی حرفی بکنه، کلاشی بکنه، که خوشبختانه راهش هم خدا بست، هم ما خودمون بستیم. میخواست شروع کنه آقا بیان پول بدین وکیل باید برای این بگیریم این قصه ها. عجب داستان میداریم. اون وقت شما فکر کن این آدم وزیر دارایی کشور من شما بود. دیگه ما دارایی داشتیم خداییش. مثلا بکن نمیدونم هر کدوم از اینا، مثلا رئیس بانک ملی شهرام همایون اسمش چه وقت چه میشد؟ مثلا بکن شجره بشه وزیر دفاع ایران. این مسخره ها جو سازی کردن، یعنی استراتژیست های سپاه میشینن جنگ روانی را میزنن. با این جنگ روانی ما رو یک جای سرمون رو گرم کردن، اصل موضوع رو ور کردیم. مرغ و تخم مرغ و دعوای این و فلان اون رو دیدین که گفتم من اتاق فرمان اگر آقای مقدم لطف بکنه اون نشریاتی بود که یه هفته به ما حمله کردن، یک بار دیگه یه تجدید خاطره بکنیم در یک ماهگی برنامه‌مون که ببینن. چون هر روز خدا پیغمبرش نمیگم فلان ولی یه چند ده هزار نفری به برنامه ما اضافه میشن. یعنی من از نوع رابطه فیسبوکم، ایمیلم، تلفنم، اون چیزایی که من خودم دریافت میکنم و سر تا سر جهان از مردم میهنم میبینم که چقدر این برنامه مورد اقبال مردم واقع شده و چقدر این فیسبوک من کمک کرده، چقدر این تلویزیون کمک کرده، چقدر آرش شاه تیموری کمک کرده. خب ما هممون کمک کردیم که چیکار بکنیم، که یه کاری انجام بدیم دیگه. این تلویزیون همیشه گفتم صاحبش یه کار دیگه میکنه، یعنی در واقع این تلویزیون رو دکون کلاهبرداری نکرده، داره باش کار میکنه. حالا خودش هم باش برنامه داره، هم فعال هم تماشا، کاری هم که دوست داره داره میکنه. اما بلندگوی مضری نیست برای جامعه. 260,000 دلار پول بمو نخورد. نمیگه بیام پول بدیم بیلبورد بزنم 13,000 دلار. نمیاد دیگه نمیدونم فلان اینجوری شد پول بدیم وکیل بگیریم مردم. من نمیدونم مردم واقعا شما رو به خدا اینقدر ما ساده ایم. آره دیگه مردم که ساده.
چی؟ اون روزخونه ابله اونجا تونسته به ما حکومت بکنه. برای بودن انسان‌های ساده‌ای هستیم که اینجا اونجا زیاد داریم. قرش تانک ها ارتش سوریه و بانک الله اکبر، صدایی داریم که میخوام براتون این صدا رو پخش بکنم، همزمان با اینکه اتاق فرمان نشریات داخل ایران از کیهان سخنگوی علی خامنه‌ای تا خبرگزاری فارس، خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی، دولتی جمهوری اسلامی و ده ها سایت و سامانه که در ظرف یکی دو هفته گذشته به تخریب ما میخواستن بر بخیزن و برخواستن و کردن و آنچه دستشون برآمد کردم، اما گرم نگهدار من آن است که من میدانم شیشه را در بغل سگ نگه میدارم و خدای میهنم دیدیم که چگونه کرد و دست این شیادا رو شد و دست اینا رو شد. نه ما با این تلویزیون انجام دادیم، من با در واقع ایجنت کشوری که امروز من شهروندش هستم، مدارکی من به اینها دادم در ارتباط با تیم آدمکش، آدمدزد، جنایتکار مانیلاوی، سلاح‌های غیر مجاز، مسائل اداره، مسائل هنری، کنسرت‌های اروپا، خواننده‌هایی که با این رفیقن، خواننده‌هایی که با این میرن دبی، آدمایی که نمیتونن ببرن ایران، هنرمندایی که بردن و آوردن و به اشکال مختلفش، یکشون هم تو همین تلویزیون خود ما محمد عطاوحشی به اسم محمد کاشی تبلیغ میکنه که آقا خونه‌تون رو بیاین ایران بگیرم و از این چیز میذاری که هست. رفیق من هم هست، صاحب کانسی کلاب هم بوده که ما اون موقع کارو ارکستر میکردیم، در اونجا هم کار میکردیم. دوست من هم هست، الان بر بخوریم هم دیگه باز سلام علیک داریم و باز دوباره با هم صحبت میکنیم. اما من سوالا رو ازش دارم، حتما این سوالات رو دارم. اتاق فرمان میشه ببینیم لطفا؟ بله. این کدوم نفسی هست؟ آقای آقای مقدم، ارتقا درجه پیدا کردیم با آقای قائم مقامی، آقای مقدم قدس. بعد عرضم حضورت که سعید جان دست در نکنه، آره میخواستم که اینو هموطنانمون ببینن، اما نشه دیگر نشون بدیم. اونای هرچی هست، هر کدوم هستن سعید جان، اینا هم بذاریم هموطنانمون ببینن و ببینن که چه داستانیه اینجا، یعنی این که این برنامه چه برنامه مهمی شد، چه برنامه های اهمیتی شد. یه حکومت، یه دولت اصول شریعت نداری با همه گماشته و ماشته های سر جهان. اون وقت جالبه نوشته اینو که مسعود امینی رفته مدیر تلویزیون آپادانا رو با چاقو زده، سعید مقدم رفته این کارو کرده، مسعود امینی فلان کسی رو با شمشیر زده، نویسنده این آقای عزیزانه. این آقای عزیزان که با من هر روز صحبت میکرد، شما فکر میکنید مردم چه دلیلی داشته که اینو نوشته؟ چون خودش میگه هر روز سامانه من، تمام سازمانهای امنیت ایران در شهرهای مختلف، قسمت های ارتش سایبری، قسمت های سامان های خبریش از روی سایت ایشون برداشتن. این کیهان حسین شریعت مداریه که تو صفحه اول کیهان نوشته مسعود امینی، شاعر کاپه های نمیدونم لس آنجلس، رفته مدیر نمیدونم تلویزیون کجا رو، کیک و نمیدونم چی رو مثلا با خبر زده و از این لا تا الا. چی نوشته اینا رو؟ اینا رو این آقای عزیزان نوشته، چون خودش گفته، منم نمیگم، خودش میگه من نوشتم و این صد تا سامانه رو عزیزان اطلاع رسانی کرد. بخش عظیمی از اینا رو، اگرچه بچه های عاشقان میانه من سر سر جهان از این کار همیشه میکنن و این برنامه وجه تمایزش با بقیه اینه که همون چیزی که وزارت اطلاعات حالا گذاشته، اگه شما بگی آقای دیدی اون چیزه چی، ولش کن، اینه که آره اونجا گذاشته بود، همین کاری که الان میکنن. آره روی یوتیوب همه چی هست، از شریطه چه میدونم تو اتاق خواب ملکه انگلیس تا دمپوی عمه رقیه من، چه میدونم همه چی تو یوتیوب هست. بعد آخرین در واقع میبینید تیتریست که
حسین شریعت مداری اون دست چپ اون پایین شما نگاه کنید صفحه اول بلندگوی دولت ایران 10 میلیون اتفاق تو این جهان افسانه میفته اونا رو برد کردم فقط نوشتن مسعود امینی این کار رو کرده. آیا برای شما سوال برانگیز نیست؟ برای من سوال برانگیزه. حالا کی باید پاسخش رو بده؟ با گفتگو. با گفتگو این کار رو میکنیم. سلام علیکم آقای امینی. درود بر شما. الو جونم. درود بر شما. درود بر شما جناب امینی. جناب امینی من یه 3-4 تا چیزی میخواستم باهاتون صحبت کنم این چند روز راجع به خیلی کوتاه. بفهمید. صحبت بفهم. اگر اشکال نداره. نه خواهش میکنم بفهمید. یکی این که بعد وقت اگه خواستید جواب منه بدید. خواهش میکنم. بدونه اگر دوست داشتین اونم خواهش اولا این تیمسار روحانی که صحبت کردید به. من به خاطر که خود من از یه خانواده ارتشی هستم و اینو میخوام یه مقدار من حس میکنم خدای نخواسته یه حالت بی احترامی شد به عمرای ارتش ما. جناب امینی من فکر کنم همطور که شما خودتون گفتید در تیپس روحانی قشنگ جوابتون دادن که شعر و شاعری میدونید ایشونم که عمر شدن عمرای ارتش شدن تیمسار از سرهنگی یا سرگردی به بعد یه چیزی حدود بالای 2 سال امتحان داره یعنی این که از تیراندازی و شنا و سینه‌خیز گرفته تاریخ و جغرافی بگی برو بعدم درصدشو من نمیدونم ولی خیلی درصد کم هست که اگر سرهنگ تمومی امتحانا رو پس بکنیم قبول بشید بتونید به تیمسار بشید. همینطوری نیست که تیمسار شدن. البته الان شما با این سردارای تیمسارای الان توی قلابی جمهوری اسلامی نگاه نکنید اینا فرق میکنن. اینا همینطور خود به خود صبح بلند میشن 2 رکعت نماز میخونن درجه میگیرن. اینا فرق میکنه با افسرهای قدیم ما ارتش شاهنشاهی یا عمرای قدیم. اینا خود تیمسار میتونن بهتون بگن چند درصد واقعا به درجه بالا میرسیدن بعد از سرهنگ تمومی. بله درسته. این خیلی مهمه از نظر چیزای امنیتی و همینطوری که خودشون گفتن رهبری. همینطوری علکی آدم منظورم نیست که تیمسار شده باشه یا همینطوری که شما خودت بارها زحمت کشیدی الان حداقل من میدونم 30 خورده در این کار شعر و شاعری هستی یکیست که الان بیاد یا بگه آقا شما شاعر بودی الان نه قربونتم شما 30 سال زحمت کشیدی 30 سال خورده زحمت کشیدی حداقل. پس نمیتونن به شما بگن یه روزی هم قلم رو گذاشتی زمین بگن تو شما شاعر نبودی. درستی. خب یا دیگه نیستی فرق میکنه تجربت اینا. این نظر تیمسار روحانی. از نظر آقای انصاری که گفتید این آقای سوربی که این آقای انصاری یه زمانی در کاخ شما میتونید این از آقای سراغ محوید دوست عزیزونم بپرسید ایشون پادو بودن در خوینا بعد اینجا شاهزاده همونطور که خودتون گفتید اطمینان داشتن 17 میلیون دلار شاهزاده رو اینا دزدیدن و ایشون یه زن چینی داره و پدر زنشون هم معامله میکنه و جمهوری اسلامی میرن و میان. ایشون همیشه یه پاش به قول معروف تو ایرانه. همه آقای انصاری که میگید که نمازم میخونن دلار هستن میشه اینا میدنمین تو دای خامنه ای و خمینی و اینا هستن هیچ فرق نمیکنه. بعد راجع به تلویزیون آزادی شما گفتید آقای عباسی. آقای عباسی به هیچ عنوانی صاحب تلویزیون آزادی نبودن. صاحب تلویزیون آزادی آیه آقای امریکایی بود به نام هاوارد هالمر. در همون نزدیکای شما هستن خونهشون در اوکلند شرکت بود یه برنامه بود برنامه‌ش هم این بود که ایشون سرمایه‌گذاری کردن و قرار بود امریکا یه سرمایه‌گذاری یه پولی که بدن همه تلویزیون‌ها شما دیدید دویدن ایشون امریکایی بود وارد هم بود از همه سریع‌تر و بهتر می‌دونه چیکار کنه ولی ایرانی‌ها گند زدن ایشون هم تلویزیون رو بست. به همون نشونی که اگر آقای عباسی صاحب تلویزیون بود بهش میگید آقای عباسی روزی که شما اومدی بریم تو آفیس درم آفیس رو قفل کرده بودن یعنی در اونجا رو قفل کرده تلویزیون آزادی شما چطور کلید نداشتی بری تو
کلید عوض کرده بودن. آقای عباسی هیچ کار است، هیچ کاره بوده. پسرش هم آورد اون زمان از انگلیس اینجا ما 5000 دلار به حقوق بده. روی شاد آقای فاضلی منیجمنت اونجا بود، رئیس اونجا بود، به قول معروف منیجر بود. این آورد اینو، پسرش آورد اینجا دخالت کرد، آقای فاضلی کشید کنار، برای همونم تلویزیون خوابید. متوجه این پشت پرده حالا یه چیزایی نیست که آدم بخواد روی آنتن بگه. و آقای عباسی هم روز آخر ببخشید از مردم کرد، همه فهمیدن کشیدن کنار، اینم آقای عباسی کرد، از مردم گرفت. نه آقای عباسی، تمام این تلویزیون ها دزدی کردن، همهشون از کوچیک تا بزرگشون، همهشون هر زمانی خونه خواستن بخرن، هر زمانی خواستن مهمونی بگیرن، عروسی بگیرن، جشن بگیرن، آی مردم ما دستگاه کم داریم، آی مردم پولمون کم اومده، گرفتن از مردم پول گرفتن و بلا فاصله رفتن سرمایه گذاری کردن. من صدای شما رو نمیشتم، من فقط دستتون رو تو تلویزیون دارم میبینم، تکون دارید، نمیدونم. بله من عرضم و ضرورتون که اون موقع خواهش کردم یه لحظه صبر کنید که پاسختون رو بدم. الان یه چیز بگم، آقای ما قسم گفتن میشه بگیم این تلویزیون ما چجوری دزدیدیم که شما میگم این تلویزیون ها دزدیدن؟ نه ببین الان من کلن دارم بله، نه اینا من از جهت مزاق گفتم، ولی یک چیزی در اون موقع البته اگه حرفی دیگه ندارین من پاسخ بدم که گوش کنم. یه چیز دیگه هم دارم که اینم من تمومش کنم و با اجازتون راضی به خانمی که اوردی، خانم دکتر، ایشون میتونن اگه پولشونو بخوان زودتر بگیرن، میتونن زودتر زنده کنن به قول معروف پولشونو. من بهشون زنگ میزنم دفترشون، اگه خواستن بهشون راهنمایی میکنم چیکار بکنن به جای که لین بزنن رو خونه. دستتون درد نکنه، این شماره پایین شماره جونم. آخرین حرف من اینه که شما، من برادرم اینو باورتون نمیشه، دو سال سه سال پیشم فوت کرد به پاسپورت ننگین جمهوری اسلامی رو گرفت رفت ایران، اومد من باش قهر کردم، گفتم همین کاری که شما داری میکنی این یه همکاری با جمهوری ننگین اسلامیه، در صورتی که با جمهوری اسلامی کاری نداره، ولی همونی که پاسپورت رو گرفت رفت ایران اومد، همون از نظر من یه همکاریه که ایشون فوت کرد، من باش قهر بودم سر همین مسئله. و شما این همه دوستاتون رفیقاتون که میدونید شما از این ور میگید به خاطر ایران دارید فعالیت میکنید، ولی این همه دوستاتون که میگید همهشون دارن کلاهبرداری میکنن و ضد ایران دارن، پس چرا باهاشون سر کله میزنید دیگه؟ اگه شما میدونید این دزده، این بده، این ضد ایرانه، چرا باهاشون دیگه میچرخید؟ خب بگم توضیح بدم دارن. الان بگم یا شما قطع میکنید من بگم؟ من خواهش میکنم لطف کنین از تلویزیون گوش کنید، بعد اگر دوست داشتید باز دوباره به پاسخ چیزهایی که من سوال نمیکنم که عوض شما پاسخ بدین، چون من اکثر این چیزهایی شما گفتین همونهایی است که میگین منم تایید میکنم، ولی من همینجوری که بدون جواب نباشه یه پاسخ میدم، اگر دوست داشتید تشریف بیارید باز حرف بزنید. حتما در شما خیلی متشکرم. خواهش عرض کنم که در ارتباط اینی که گفتین من اینه که دوستای منم چرا من باهاشون حرف میزنم، خب اگه اینجوری بود شما اصلا با هیچ کدوم دور بریاد نباید حرف میزدی، منم که اصلا با هیچ کدوم شهر نباید حرف میزدم، نه تو شهر سطح سر جهان. ببینید اینجوری نگاه نکنید، البته در مورد برادرتون روحشون شاد، من احساسات شما رو میفهمم، خوب میفهممتون و من شبیه احساسات رو خودم در نزدیکترین کسم دیدم و برای منم خیلی جالب بود. اما مردم سرزمینشون رو میتونن برن و بیان، با اون نگاهی که شما میگی اون رو هم من میپذیرم، یعنی باید یه خطکشی کرد تکلیف رو دشمنت باید معلوم بکنی، یعنی باید خطکشی رو روشن بکنی با اون چی که باور داری، یا داری یا نداری، یا دشمنی یا نیستی، و جوابی که دیگه نداره که. اما این گونه اگر ما فکر بکنیم به هزاران چیز دیگه پشت پا میزنیم، همه قرار نیست مثل شما باشن، قرار نیست بچه های نمیدونم قناری، بچه های بلبل، یکیشون میشه بلبل بقیهشون میشن سره و نمیدونم از این چیز میشه. حالا هیچ الزامی وجود نداره که ما خودمون رو ملزم به این بکنیم که به نسبت
اون چی که ما تشخیص میدیم بی ارزشی نسبت به ارزش‌های ذهنی ماست با دیگران قطع رابطه کنیم. از همچین چیزی به نظر من نمیدونم، کار احساسیه فقط، کار عقلانی نیست. من با همه اینا آشنام، دوستم، نوجوانی باهاشون بزرگ شدم. امروز فکر میکنم که اینها در سرنوشت ملی مردم میهن من این تأثیرات رو دارن. چون این تأثیرات رو دارن من با اینا در تقابل هستم، نقدشون میکنم. خب اگه اینجوری شد با هیچ کی تو شهر نباید بزنم، یعنی خود پیغمبریش به جز مردمی که اصلا کاری به این کار رو ندارن. منم خب حالا ما با اونو کار نداریم، کار نداریم با مردمی که کاری به این کار ندارن. بگم میگه اکثریت خاموش، حقشون هم هست که خاموش باشن. ما با این بخشی کار داریم که مؤثرن، الیتن، روشن فکرن، مؤثرن. شما در گفتتون گفتین که تیم سروانی به عنوان متخصص و به عنوان رهبر، ایشون ادعای رهبری من بعید میدونم داشته باشن. اون روزم گفتن که ادعایی برای این چیزا ندارن، میخوان که استعدادشون و تجربیاتشون رو در اختیار بچه‌های ایران بذارن، بچه‌های محترمانه. اما درست میگید. ببین عمرای ما درس میخوندن و اصلا نیروی هوایی ما به خصوص، چون نیروی هوایی ما امریکایی بود، آموزشش امریکایی بود، در اون سیستم، در واقع در اون پکیج، در اون فاکتور همه اینا هست. خوشقیافگی، شیکی، اسمارتی، باهوشی، اپ تو دیتی، یعنی 2000 چیز رو باید بدونی تا میای میشی یه تیمسار، یه تیمسار روحانی، یه تیمسار میمن، مثل ده ها افسر شریف دیگه که هست، مثل ده ها رفیقای عزیز خود من، بچه هایی که اصلا بچه های خلبان های آکروجت، اون بچه گلا، نازنین ها، میهن پرست ها، با شرف ها، زحمت کش ها، اگر اونجا نتونستن کار بکنن، اینجا اومدن یه کار دیگه کردن و با شرافت خودشون رو اداره کردن. نرفتن نوکر این هم بشن، نرفتن نمیدونم اسرار در اختیار کسی بذارن، نمیدونم برن مزدور فلان کشور عربی و اینجا و اونجا بشن بر علیه میهنشون، چون تحصیلات و دانش و سطح و ضریب آگاهی اونا نسبت به تخصصی که داشتن تو منطقه سرآمد همه اونا بود. خلاصه پرن از این آدم های شریف اینگونه. اما یادمون نره 33 سال ما انقلاب کردیم، یک سیستمی آمده در نیروی هوایی رفته کنار، یه سیستمی دیگه اومده. به خاطر این فانتوم همون مونده، به خاطر اینه که تمام هواپیماهای امریکاییمون بمب افکن همون مونده. همین چند وقت پیش 70 تا لاستیک از یک نوع از همین هواپیماهایی که یه بخشش مال خودمون بوده، یه بخشش هم از عراق آمده بوده به ایران، اینا چیزاشو نذاشتن، لاستیکاش رو نذاشتن. همه حمید زاکری، تونی سرازاده در یک کیسی که همسرش رو فرستاده بوده با فرمانده لشکر شیراز داشته گفتگو میکرده، فرمانده لشکر سپاه در شیراز، و اینا 70 دست از این لاستیکا اجاره داده بودن. خب اینجایی که شما نگاه میکنی میبینی انجام این فعل، یعنی این هواپیما، این لاستیکا که میاد میره اینجا زیر این تیاره ها باش، اگه برای دشمن بود هر کس کمک نمیکرد شرف نمیداشت، ولی برای سرنگون کردن مردمه، برای کشتن مردمه، برای بمب زدن تو خانواده مردم شریف گشنه و تشنه میانه منه، اینجاست که من در مقابلشون ایستادم و اون چیزی رو که میتونستم به اینا لطمه بزنه، اینا دستشون به چیزی برای کشتن مردم میانه من نرسه، تا وقتی زنده هستم رو جلوشون میگیرم و هر طریق که بتونم. حال تو این 30 و چند سال یه تخصصی که بوده امروز دیگه نیست، اون ارتش نیست، اپ تو دیتی تیمسار روحانی نیست، تیمسار روحانی دیگه اون مجال و اون فرصت و اون امکانات و اون نیرو و همه هیچ کدوم اونا رو که ندارن هیچی، جسمن روحن خب الان یکی یه سال دو سال ایشون اومدن برای انجام وظیفه که برای خودشون قائل هستن، اومدن تو صحنه دارن مبارزه میکنن. این به اون معنی نیست که افسرهای ما همینجوری اومدن مثلا حاج اکبر نمیدونم پرانی بچه پاخت حالا شده سردار پرانی، یا این همه سردار مرداری که داریم از پسرموی خود من گرفته تا بقیه. خب امروز وقتی حسین گیل هنر پیشه میشه سردار دیگه، بگیریم بریم تا آخرش. این سردارای امروز ایران سردارهای تجربی هم در جنگ با سواد هم بودن، روشن هم بودن، آگاه هم بودن، یه چیزایی هم میدونستن، در نیروهای مختلف هم بودن، ولی در جنگ دیگه کوره گداخته، آهن گداخته، تجربه عملی صرف ابزار کار جنگی شدن. خب تو جنگ هم خیلی چیزا یاد گرفتن، کلاس هم رفتن، اینا تو کلاس های مختلف بودن رفتن و بر تقدیر
برای خودشون تو کار خودشون تخصصی دارن، مدیریتی میکنن، اما اونا ممکنه در جلو هستن، هستن بچهای باهوشی که در کل دارن مدیریت میکنن. خب اونم هست. این تخصصی که شما میگی، این روایی توسه روحانی عزیز گرامی که من خیلی گفتم همیشه محترم هم میداشتم این آدم و محترم میدارم هر آدمی رو که به سرنوشتش و به سرنوشت خانوادهش و به سرنوشت خانواده بزرگ ملیش اهمیت بده و به خاطرش سکوت نکنه، من دوست دارم، حتی اگر نمیدونم پیش از این هم ممکن بوده دوست نداشته باشم اون آدم رو، ولی در ارتباط با تیم روحانی من سوالاتی که دارم سوالاتی است که برای روشنگریش لازمه هم از همدیگه سوال بکنیم که بیشتر در واقع بدونیم چیه این نیروی هوایی، این ارتش، این نیروی دریایی با تمام اون تخصص، با یه صدای الله اکبر مردم میانه من و شما، کشور من و شما رو گذاشتن اومدی رو 33 سال دانش، آگاهی، دستیازی بشر به اختراعات، به اکتشافات، به کارابزار و ابزار کارهای گوناگون امروز علمی، اصلا سیستم دیگه سیستم 30 سال قبل نیست، اصلا سیستم هواپیما یا سیستم راداری، مسائل جنگی، ابزار جنگی، صرف اون ابزار با ابزارهای دیگه و اون نیروها و صرف فرض بریم بگیرین یک گلوله، یک فشنگ، 30 سال قبل یه ابزار دیگه برای پرتابش داشت، امروز دیگه اون ابزار رو اصلا نداره، اصلا لیزره، اصلا دیگه اون دانش به درد نمیخوره. خب توی این 30 سال این اتفاقات هم افتاده. این که ما بهشون میگیم کسی نیستین و پران و این سردارای همینجوری از اینا که برای تحقیرشون استفاده میکنیم، اینا 33 سال 7-8-10 سال با دنیا جنگیدن و الان میانه بار نگهشتن. ما با نظام اداری حکومتی مشکل داریم، ما با نظام تفکری و عشق به ایران و استعداد مردم میهنمون چه مشکلی داریم؟ هر کس کشورش میتونه بره، هر کس هر کمکی میتونه به آگاهی مردم بکنه، هر تیمسار روحانی با شرفی که وجود داره، هر افسری که بدونه که میتونه استعدادش رو، تجربیاتش رو در اختیار بچه های آینده سازی ایران بذاره، نظری به نظر من به خودش و به خدا و به وجدانش کم لطفی کرده و محترم نباید میداشتیم و داشته باشیمشون. به این خاطر کسی که به وطنش میره ایرادی نداره، میتونه به وطنش بره، کسی که برای وطنش مبارزه میکنه میتونه برای وطنش مبارزه بکنه، ولی اون که قبول میکنه مردم رو نبینه اینا به نظر من از روی احساسات، از روی خرد نیست. من به همه مردم احترام میذارم، اونجا میهن همه هست، میتونن برن، میتونن نیرو درست کنن، میتونن گروه درست کنن، میتونن حرفای مقاومت درست کنن برای سرنگونی جمهوری اسلامی، ولی اینی که چرا رفت ایران یا من دوستام که فلانن چرا میبینمشون یا باشون روبارویی میکنم، به خاطر اینکه اینا از سرنوشت من شما رفت دارن، میبینیم که چجوری دوربینا شدن تو این تلویزیون ها و هر کدومشون هم یه منبر درست کردن، جمهوری اسلامی 50-60 تا منبر درست کرده، این پولا رو هم به اینا میده که فیلم براتون پخش کنن، آهن پخش کنن، دامن کوتاه پخش بکنن، میگن آقا آخه جمهوری اسلامی پول میده فیلم پخش میکنه، اصلا پول میده فیلم پخش میکنه به چی؟ پول میده فیلم پخش کنه، شما کار نداشته باشی، چی داری داره برای میهنت و مردم میهنت میگذره؟ این پولا رو میده که شما حواستون تو این 50 تا منبر باشه، سنگر درست کنی میزننت منفجرت کنم، کاری که با ما گفتیم اومدیم میخوایم بگیم دیر، قبل از که من اصلا بیام، قبل از که من اروپا بیام توی امریکا شروع شده بود، با رضا امیر قاسمی و آنکاد شروع کردن، با این عبدول دلال سان فرانسیسکوی این تلویزیون ندای آبیچاره، اسم ندا خیلیه، با یه آدم وقی وردر اسم ندا رو، یعنی سوء استفاده از اسم ندا بکنه، تلویزیون آپادانان نگاه مرد که شیاد. حال ببینید ما اینا رو هم داریم، حالا هر کدوم اینا نیروهای خودشون دارن، مثلا تو تلویزیون عبدول دلال سان فرانسیسکویی یا سان حوزهی محمد کاشی میره، محمد تبخشی میره،
اونایی که باید از ایران بیان، اونایی که کارهای در ارتباط با ایران میکنن میان، پولمونو میدن. خیلی هم تو خونه هاشون نشستن پول میدن، جای خمس زکات هم پول میدن. یه موقع آگهی میدادن، حالا میگه آقا خمسی که میخواید بده آقا جاقا مسجد فلانجا بده به تلویزیون فلانجا و دارن میدن. در این ارتباط صدها موضوع و کلیپ و سند و مدرک قابل رؤیت و شنیدن وجود داره که اینا تا رو نداشتن شما ببینید. بخش از اینا رو ما تا رو پخش کردیم، بخش بسیار رو، ولی خیلی از برنامه رو مردم ندیدن از اولی که ما شروع کردیم. من خواهش کردم که تمام اینها رو همراه با برنامه هایی که ما این تلویزیون هست ما داریم میدونیم روی یوتیوب بزنید مسعود امینی مرکزی تیوی یا مسعود امینی، من مسعود امینی، یا بزنید مسعود امینی. بر تقدیر هر جا که بزنید با هر اسمی به گونه ای سرچ میشه و کارای ما رو شما میبینید. ما همین برنامه رو داریم الان میذاریم روی یوتیوب، این برنامه های این روزا رو. جانم اتاق فرمان با من بودین؟ اوکی. حال روی یوتیوب که بزنید تولیدات این تلویزیون رو میبینید، چه برنامه های دیگه ای که از این تلویزیون هست، چه برنامه هایی که مال من هست، اون چی که کارنامه هست و کارنامه در واقع مسعود امینی. خب ما برای اینکه از حالا به بعد از اینجا عبور بکنیم، ما نیازمند این هستیم که بیاییم با همدیگه شرافتمندانه این صدا رو رسا کنیم، بذاریم بقیه هم گوش کنند. از دوشنبه اولین جلسه گفتگوی من با اردشیر که اونم میخواستن در بانکوک بکشن، موضوع سردار مهدی، موضوع این داستان ها. ببینید خیلی جالبه، برای ما دولت درست کردن اصلا، رضا پهلوی هم توش نیست. خیلی جالبه کسی شازده رضا پهلوی رو هستش بکنه در بودنش. اون وقت تلویزیون طرفدارش باید صحبت میکنه، اصلا به این کار کاری ندارن، میگم بلش کن کردم. آقا اگه این کوری کری نادانی تقصیر توه، چرا بقیه باید شیر شما بشن؟ آخه تمام جهان یعنی امریکا، اسرائیل، انگلیس، فرانسه اومدن دولت انتخاب کردن برای اینکه جرأت طرف شدن با این نقد با اینو ندارن، میان ولش کن آقا. بعضی میان ما که دیدیم، دیدین حتی شما هم نشنیدین. به خاطر این سنگر، سنگر بلندگوی اکثریت نخاموش مردمه، سنگر انتشار آن چیزیست که در همه جای دیگه منع و قدغن. با شکننده دیوارهای صوتی قلعه های سکوتیم، ما ویران کننده همه معیارهای غلط اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی و شاگرد پادشاه و همه آنچه کتاب امروز ما رو فریب داده ایم. ما سنگر آزادی ستانانیم. تلویزیون مسعود امینی رادیو خونه همینک در سر تا سر جهان از طریق مرکزی تیوی و در سراسر عالم با رادیو همصدا دات کام. برنامه های ما هر شب 7 تا 9 رو بشنوید. ماه مبارک رمضان مبارکتون، نماز روزهاتون قبول، ماه شیرین و شب خوشمزهی داشته باشیم. زنده باد زندگی، مرگ بر مرگ. اگه خوشباور و ساده دل نبود ملتمون، اگر رنجی که می برد مز می گرفت رعیتمون، اگه از هر سو نبود ظلم و ستم قسمتمون، حالا هر بی سر و پای نمیشد رهبرمون. به دادم برس همسایه، برس مخلصتم، برس همسایه، برس. زنده باد زندگی، مرگ بر مرگ. زنده باد آزادی. تا دوشنبه ساعت 7 فردا از صبح بازپخش برنامه های گذشته ما به ساعت های مختلف به مناسبت گذشتن از یک ماه، تولد یک ماه این تلویزیون، برنامه ها رو در ساعت های مختلف ریران میکنیم. اما هر شب 7 تا 9 در برنامه کارنامه و بازپخشش 10 صبح به وقت لس آنجلس در سرتاسر جهان، به اروپا گویا بخشی از اروپا ساعت 7 و بخشی ساعت 6 میبینن. به زود تا دوشنبه. بچه های تخت جمشید،
بچه های تخت جمشید زیر پاهای خورشید، باید که تازه نوشیم، باید دوباره پاشیم. من اولیش که پاشم بگم وطن فداشم، شهید راه عشق آزادی شماشم. بچه های تخت جمشید داغ و درمش میکنن، کینه به خشم میکنن، صدای آزادی ماست تو کوچه پخش میکنن. بچه های تخت جمشید پاشیم بگیم نمردیم با این که گله خوردیم. ما بچه های بابکیم، وارث لقمان حکیم. ما بچه های بابکیم، ما بچه های آرشیم، ما بچه های کوروشیم. دق میکنیم کشته نشیم. عشق وطن یعنی همین، مردمونم میگه پاشیم. بچه های تخت جمشید گیرم و ور کشیدم، سر به سفر کشیدم، خدا رو شکر تا زندم به آرزوم رسیدم. دیدم که بچه هامون، بچه های شجامون، از جونشون گذشتن، با خونشون نوشتن یا مرد یا آزادی، یا مرد یا آزادی. بچه های تخت جمشید، من سر چشمه رفتم، قنات و آب گرفته، نیشکرهای جنگل نبات و قاب گرفته، بوی هوای تازه تند شتاب گرفته، آزادی های آباد تو پیچ و تاب گرفته. بلنشیم بلنشیم، آفتاب اومد چشم از خواب گرفته، رو نیمکتش نشستم درسشو یاد گرفته. بچه های تخت جمشید، میدون اشرت آباد، خاطر خوابازی آزاد، آزادی باغ تابا، مرگ به هر استبداد، مرگ بر این استعمار، مرگ بر این استبداد، مرگ بر این استبداد، مرگ بر این استبداد.